بینندگان عزیز، با سلام و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 29 ماه مارس 2019 میلادی، و خیلی جالبه این داستان، به اصطلاح اینکه ما عادت میکنیم به وسایلی که داریم، وقتی که اونها رو ازمون میگیرن اصلا دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. من امروز قرار بود ساعت 12 با آقای حسین مختار زیبایی باشم، یعنی از دیروز قرار بود، یه اشکالی دیروز برای ما پیش آمد، زنگ زدیم به ایشون و ایشون هم لطف کرد، گفت مشکلی نیست فردا. امروز که تماس گرفتیم با ایشون، ایشون گفت که نمیتونه و یه مشکلی براش پیش آمده. گفتیم خب میذاریم هفته آینده. بعد گفتم خب من که آمدم و اینجا نشستم، حاضر و حی و حاضر، آماده، زنده برنامه رو شروع کنم. بعد فکر کردم که من با آقای امیر حسین لادن قرار دارم ساعت 3 بعد از ظهر، با خانم دکتر جیلانی قرار دارم ساعت 3:30، و اگه برنامه رو زود شروع کنم برنامه خیلی طولانی خواهد شد، پس وای میسیم ساعت 2. باور نمی کنید، ساعت 1:55 برای داداشم ایمیل فرستادم، همه چیز کار کرد. 1:58 آمدم اینجا برنامه رو شروع کنم. فیسبوک می نویسه که ما نمیتونیم وصل کنیم، شما اینترنت نداری. گفتیم ای بابا اینترنت داریم، شوخی نکن. بعد میگه نه آقا شوخی نداریم. حالا بهتون نشون میدم عکسی رو که اینجا نوشته اینترنت نداری، اگر بتونم بیارمش اینجا یا همینجوری بهتون نشون میدم دیگه، شما حرف ما را قبول کنید. بعد از این همه سال خوشحالم که دوستانی که حتی یار غار آقای فولادوند بودن به من اطمینان بیشتر از دوستای خودشون دارن و داستانش رو براتون تعریف میکنم. بله، این چند دقیقه قبله، حدود میشه بگیم 10 دقیقه قبل، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت آمریکا، به وقت واشنگتن شرق آمریکا، و 11 صبح به وقت غرب آمریکا و 8 صبح به وقت هاوایی. ولی ماجرا اینه، گفتیم خب با اینترنت تلفنمون هات اسپات درست کنیم، از اون استفاده کنیم، اونها کشش این کار رو نداره. و بذارید ما اینجا این دوستان رو هم دعوت کنیم، بگیم بیان. بله، ببینیم چه خواهد شد. در هر صورت روزگار غریبی است نازنین. یک لحظه اجازه بدید من حتی تاریخ امروز رو نتونستم اینجا پیدا کنم بیارم بنویسم و ببینم که میتونم اینجا در قسمت اوورلی چهارشنبه جمعه این جمعه رو بیاریم بذاریم اینجا ببینیم انجام میشه. نه نمیدونم چیه، فارسی که می‌نویسی اینجا نمیاره. حالا مهم نیست، ما همین تاریخ که اینجا باشه کافیه. یکی از دوستان نوشت که آقا مژده، یادم رفت بهت بگم برنامه ای که یوتیوب ممنوع کرده بود و توقیفش کرده بود آزاد شده. گفتم خب خیلی خوشحالم. نگاش کردم دیدم نوشته 65 تا بیننده. گفتم شما گله کردی از اینکه چرا دیگران چندین هزار بیننده دارن و ما 300 400 600 ماکسیمم 1000 تا، اون رو هم چشم بهش زدیم کم شد، شده 65 تا. البته خیلی هم مهم نیست، چون همین بیننده‌ای هم که داریم برای ما نه درآمدی داره نه حمایتی میشه. صحبت از حمایت شد، اجازه بدید تشکر کنم از پتیک عزیز که ما اون روز وقتی صحبت کردیم که آقا نامه‌هایی که کوچیک هست و یا بزرگتر از معمول هست، به اصطلاح پستخونه، اونا رو باید با دست چیز کنه، اولا دیرتر میرسه. بعد ایشون لطف کرد گفت من از این به بعد توی پاکت معمولی بزرگتر میذارم. چک فرستاده، دیروز رسیده، ممنونم. روشم نوشته ایدی برای بچه ها، متشکرم از ایشون. بعد چون ما گفتیم کاغذایی هم که کم باشه توی پاکت ها و اینا، دستگاه که میزنه ممکنه پاره کنه، ایشون یه کاغذ هم گذاشته و خیلی چیزایی که ما میگیم ایشون رعایت میکنه، از این بابت ممنون و متشکر. من بارها به این دوستان گفتم نه محتاج 50 دلارم، نه با 50 دلار به اصطلاح وضع زندگیم عوض میشه، ولی یه حسنی داره وقتی که
$50 پتیک میفرسه، من میگم پتیک با این زحمت کار میکنه، دیدم عکساشو دارم، دیدم که کیسه های سنگین رو جابجا میکنه، آجر چیز میکنه، یه روز بالای نردبونه، یه روز پشتبونه، این که اینجوری سخت کار میکنه ولی با این سخاوت کمک میکنه، من از خودم خجالت میکشم که من کمک نکنم. خب پس منم کمک کنم. اون $50 میده، من $50 میدم. یه آقای دیروز زنگ زد، نمیدونم اجازه دارم اسمش رو بگم یا نگم، فعلا نمیگی. و من داشتم رانندگی میکردم، تلفن که جواب دادم گفت صداتم بد میاد. گفتم والا در خیابون هستیم، این خیابونم که شما میدونی یه جا رسپشن داریم یه جا نداریم، اینها بماند، من در خدمتتونم. گفت که خب من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، چون شما در برنامه گفتید با آقای مباشری تماس گرفتید، آقای مباشری با به اصطلاح اون بخشندگی خاصش گفته که حالا لازمم نیست شما کمک کنید، من خودم اینجا چیز میکنم، اینها من دنبال افراد اینجوری میگردم، نه اونایی که مثل شغال، مثل کفتار، مثل مردخار نشستن که حتی آدم اگه داره راه میره شاهد باشن کی میفته بیان به اصطلاح تیکی تیکی گوشتش رو بکنن. گفتم خب چه کار میتونم براتون انجام بدم؟ گفت که شما از طرف من $100 همون کردیت کارتی که دستت هست به اصطلاح خرج کن بده به اینها. گفتیم باش، $100 هم من میدم، یعنی $100 ایشون، $50 پتیک تو تلویزیون‌های آمریکایی هست. یه سازمانی میگه به مردم شما اگر کمک کنید من پولاتون رو دلار به دلار، یعنی شما $1 بدین من $1 میدم. بعضی وقتا میگه شما $1 اگه بدین من $10 میذارم. و اینجا این مملکت به این وسیله است که خوب شده. حالا ترامپ با همه گند بودنش داره خرابش میکنه، بماند. این ترامپ شارلاتان واقعا بی‌ناموس که میاد به اصطلاح مسابقات المپیک که بهش میگن اسپیشل المپیک، افرادی که معلول هستن، پا ندارن، دست ندارن، به اصطلاح یه اشکالی دارن، کلا نمیتونن در مسابقات معمولی شرکت کنن، تو این مسابقات دلخوش هستن و چیز میکنن، ادمنستریشن این بودجه اینا رو که $17 میلیون یا هم چیزی بوده خاص ببنده که با آبروریزی خود ترامپ دیروز مجبور شد بگه که من حتی بر علیه وزیر آموزش پرورش تصمیم میگیرم و نه این پول رو بدن. اینو شما داشته باشید. دیشب رفته یه جایی هزاران دروغ گفته، دوباره انتخابات، تبلیغات انتخابات دوباره شروع شد. من نمیدونم این کی کار کرد. 2 سال خورده‌ای تو کاخ سفید بوده، جز شکایت، جز گندبازی، جز دروغ گفتن هیچ غلطی انجام نداده. دوباره شروع شد حالا برای 2020. اینو داشته باشید. بعد از اونجا آقا چون اینجا یکم هوا سرده، اینم دیدید همیشه یه پالتوی درازی برشه، بلند شده رفته مونولوگای اون به قول خودش میگه کاخ سفید فلوریدا جنوب، رفته اونجا. هر بار که این میره اونجا 3.5 میلیون خرج من و دیگران میشه. خب لابد بگن آقا تا تو 10 سنت میدی، وقتی 3 میلیونه فکر کنم میشه 30 میلیون باشه، میشه 10 سنت، نمیدونم 300 میلیون، حالا شما حساب کن. اگه 3 میلیون تا حالا 17 بار رفته، تا حالا 50 و خورده روز رفته گلف بازی کرده، کسی که در اون به اصطلاح تبلیغات انتخاباتیش یکی از ایرادایی که به اوباما میگرفت اینه که تو میری گلف بازی میکنی، وقت نمیذاری مشکلات مردم، و من اگر انتخاب بشم انقدر تو کاخ سفید وای میسم کار میکنم که وقت ندارم گلف بازی کنم. واقعا به کجا داریم میریم؟ و ببینید این آقای چیز که شیف هست اسمش، واقعا دیروز گل کاشت. اومدن بهش میگن تو استعفا بده، گفت من استعفا که نمیدم هیچی، پا من محکم گذاشتم اینجا، اگه برای شما اوکیه که کسی که میخواد انتخاب بشه به روسیه بگه بیا ایمیلای اینو چیز کن، روسیه هم ایمیلا رو چیز کنه، بچهش پسرش بره، نام دامادش بره با اونا، برای من اوکی نیست. اسمش کوچیکش یادم رفته ولی شیف فامیلش هست. و این اون احمق نیونیس بغل لش نشسته بود، اون کسی که هی جاسوسی میکرد، میدوید میرفت برای ترامپ و خبر میداد و اینا، اینا که در جریان هستن میدونن. بمانم این آمریکا مردم
منتظر دولت نمیشینن. دلیلش هم اینه که از روز اول وقتی آمدن اینجا مردم با هم شروع کردن، شهر درست کردن، جاده درست کردن، کلانتر انتخاب کردن، شهردار انتخاب کردن و فکر پول نفت داریم و پول گندم داریم و پول مزرعه داریم نبودن. و اما متاسفانه سیل همتون در جریان هستید و اینو من بگم از همین دوستی که دیروز از کانادا زنگ زد تشکر میکنم، از پتیک عزیز تشکر میکنم، تشکر میکنم برای اینکه هم شما کمک میکنید هم من رو نمیخوام بگم مجبور میکنید، تشویق میکنید که انسان بهتری باشم و به دیگران کمک کنم. همین قبل از برنامه $300 تماس گرفتم با شیراز که به اصطلاح پرداخت کنن، $150 گفتیم اگه بشه با این بانک ها کارت به کارت بفرستن برای آقای مباشری و $150 هم جای دیگه. اینجوری بهتره که آدم، آمریکایی‌ها میگن همه تخم‌مرغاتون رو توی بسکت نذارید. نمیخوایم بگیم خدای نکرده ممکنه مثلا آقای مباشری خرج نکنه، ولی اینجوری بهتر آدم اگه یه پولی داشته باشه چند جا تقسیم کنه که به همه خیرش برسه. اگه شما هم مایل هستید کمک کنید، اول اگه خودتون میتونید خودتون، اگه فامیلاتون کسی آشنا دارید بهش اطمینان دارید، اگر دوستاتون کسی بهش اطمینان دارید، او اگر کسی رو ندارید الان در شیراز، جای دیگه نه، تهران هم چرا، تهران هم پسرم اما هست میتونه واسه بخوام کمک کنه. اگر شما احتیاج دارید که این ایام عید به کسی کمک کنید، عیدی بدید به شاگردا مدرسه بعد از تعطیلات با کفش نو با کیف نو برن، میتونید از طریق کردیت کارت، از طریق ای پی، از طریق پیپال، از طریق وسترن یونیون، از طریق مانی اوردر، مانی گرام، از طریق ونمو به اصطلاح برای من اون پول رو بفرستید. من سعی میکنم مثل آقای شهرام همایون و دیگران نباشم و این پول رو به اونایی که شما منظورتون هست برسونم. در هر صورت باز هم ممنونم از این دوستمون و این دوستمون اگه یه روزی حاضر بشه بیاد درباره ماجراهای پشت پرده فولادوند و اون جنبش به اصطلاح پادشاهی و اینها بگه، به نظر من خیلی خوب میشه. شماها وظیفه دارید، چون مردم اون موقع به شماها اطمینان کردن و یه دفعه شماها هم رفتید با شور و هیجان یه نفر به نام آقای فولادوند رو حمایت کردید و این آقا تو زرد در اومد، دروغگو در اومد. شماها نباید بگید دیگه الان ما نمیخوایم چیزی بگیم، این توف سر بالاست. به نظر من شماها باید بیان بگید تا پیشگیری بشه از اشتباهات بعدی. امروز دیدم که آقای فرامرز دادرس درباره آقای حسیبی و شکایتش از شهرام همایون و اینها نوشته بود و اون دوستمونم آقای فردوس هخامنشی که برای من نوشته بود آقا اگر اطلاع نداری این خبرها رو نگو، براش فرستادم که چه کسی به من این اطلاعات داده. جالبه که اون دوستی که این اطلاعات داده بود نوشته بود که آقای سوربی شما میتونستی بگی که چه کسی این چیزها رو بهت داده. حالا من ببینم اگه عکسش رو بتونم پیدا کنم بعدن اگر اسمشم باشه نشون بدم، چون ازش اجازه گرفتم که من اجازه دارم در برنامه اسم شما رو بگم. حالا که میگی دیگه تماس نگرفته. همیشه شما تصور نکنید که اگه شما نشستی کنار تلویزیون رو روبرو به اصطلاح کامپیوترت، دوستان دیگه هم نشستن. ببینید من وقتی درباره آقای فردوس همایون، فردوس هخامنش صحبت کردم، اینه، این آقایی که من قبولش دارم خیلی خبرهایی که برای من میفرسته، صحبتهایی که میکنه معمولا درست هست، نوشته میگه، یعنی آقای فردوس هخامنشی میگه همایون یک ماشین بنز برای زنش خریده بود، زنش بنز کوپه میخواسته. همایون ببین چه کرده، این ماشین رو عکسشو گذاشته در برنامهش، گفته نفری $200 بدید، هر که $200 بده قرعه‌کشی میکنیم، یک نفر این ماشین رو برنده میشه. بعد به این بدبخت فردوس گفته من میخوام اسم تو رو به عنوان برنده بنز اعلام کنم، تو هم بگو بله. این بدبخت هم فکر کرده هر کاری میکنه همایون برای ایران میکنه، برای آزادی ایران میکنه، میپذیره و سکوت میکنه. همایون هم فردوس رو برنده بنز اعلام میکنه، پس از این برای زنش یک بنز کوپه میخره. چقدر بی اخلاق،
اخلاقی، دروغ و بیوجدانی. حالا این جریان رو فردوس در بخش اول این مصاحبه افشا کرد که همش دروغ بوده. خب اینم از این. و آقای فردوس هم گفتم به نظر میاد آدم مؤدبیه، اینجوری هم که معلومه انسان ساده‌لوح و خوشباوریه که دیگران رو مخصوصا کلاشا و شیادا و شارلاتانا رو باور میکنه. بهش گفتم اگه خواستی میتونی بیا اینجا صحبت کنی تا تعداد بیشتری شما رو ببینن. آقای کاووسی میگه آقا ما 4000 سال ایرونیم نمیدونم چی نوشتی، آویزونی اگه دو بار آ رو بزنی بالاش آ کلادار میاد. آویزونیم، بی خیال چیزی بزن برخصن. آی گفتی آقای کاووسی، آی گفتی گل گفتی، چون منو یاده کسی انداختی که شما میشناسیش. یه دوستی داشتیم، داریم هنوزم، این یه جورایی هم فامیلیم با ما، چون فامیلش فامیل مادر منم هست. و این یه برنامه رادیویی داشت اینجا، حالا فکر کنم رفته کالیفرنیا، و دیروز دیدم که این بند خدا دیگه خونش به جوش آمده و به قول معروف به اینجاش رسیده، از دست ما ایرانی ها، از دست ما آویزون ها. و برداشته بود نوشته بود که من دفعه قبلم که برام مشکلاتی پیش آمده بود یا برای ایران مشکلاتی پیش آمده بود، دیدم که بعضیا هی از من میگن آقا آهنگ بذار حال کنیم خوش باشیم فلان اینها، و من دیگه امروز نمیتونم، امروز که مردم در ایران در به اصطلاح سوگ عزیزانشون نشستن، در از دست دادن عزیزانشون نشستن، شما اینجا انتظار داری که من برات آهنگ بذارم و خوش باشم و جوک بگم و اینها. میخواستم باهاش تماس بگیرم بگم دوست عزیز، من هم مثل شما 20 سال پیش، نه من، همین آقای کاووسی هم وقتی برنامه تلویزیونی داشت اشتباه کردیم، فکر میکردیم ما باید همه رو راضی نگه داریم. اگه یکی میگفت یه بشکن میگفتیم، میگفت دو بشکن میگفتیم، اگه میگفت دست بزن میگفتیم، اگه میگفت پشتک بزن پشتک میزن. من یادمه یه روزی یه آقای به نام داریوش برنامه های ما رو برای اولین بار، خیلی جالبه، آدم ها چقدر خوشحال میشن، برنامه تلویزیون داشتیم، وقتی رفت رو اینترنت انگار که شق القمر کرده بودیم. و این آقا از نیوجرسی گفت من یه برنامه بلدم، کامپیوتر شما اینجوری میکنم، و فرستاد روی برنامه رنگارنگ بود، اولین برنامه بود که رفت رو اینترنت اونجوری، و پخش میکرد. دوستانی از اروپا و اینها تماس گرفتن و یکی از اونها یه آقای بود به نام شهاب، یه خوردم دیوونه بود. این بعد از اینکه یه تماس میگرفت و کل کل کرد و اینها، یه روز زنگ زد که آقای سربی من الان به شما 800 دلار میدم اگه بگی مرگ بر جمهوری اسلامی. گفتم وایس، از صبح تا شب همه تون دارید میگین مرگ بر جمهوری اسلامی، تلویزیون های لس آنجلس هم شما ها را خرگیر آوردن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، شما بهشون پول میدی، چه اتفاقی افتاده؟ حالا مشکل این نیست که من به شما بگم مرگ بر جمهوری اسلامی، شما 800 دلار بدی یا ندی، یا بگم اول 800 دلار بده، هر وقت داور اشاره کرد 800 دلار داده من بگم مرگ بر جمهوری اسلامی. مشکل یه چیز دیگه است. مشکل اینه که فردا میگی آقا بلند شو، نمیدونم جلیقه‌تو درآر، شلوارتو درآر، شورتتو درآر، اون مشکل میشه. و الا حالا مرگ بر جمهوری اسلامی، حالا فلان خنک شد یا برو بشین تو آب. میدونید ما اشتباه کردیم دوست عزیز، شما با این رادیویی که راه انداختی از تا از، به دلیل اینکه خودت تنها هستی. خب فکر کنم خانمش بنده خدا فوت شده، دلخوشیش نوه ها هست، نوه ها چند ساعت باش دیدم مینویسه، نمیدونم 4 ساعت 6 ساعت رانندگی کردم رفتم نوه هامو دیدم برگشتم، به دیدنشون میارزید. ماها یا خود من وقتی آمدم با تلویزیون و رادیو ایرانی همکاری کردم، اون اینجا تو ایران میگفتیم غربت زده شدیم، اینجا میگن هومسیک شدیم، اون احساس غریبی. بهتون گفتم من وقتی میرم کالیفرنیا همچین که ماشین کرایه میکنم میچرخونم میارمش روی چیز ایران، روی رادیوی که ایرانی حرف میزنه، که الان هم گویا 2-3 تا شده، تلویزیون آقای هولاکویی داره، اون دوستان دیگه دارن. و این شنیدن صدای آشنا بود که ما رو آورده به این روز انداخته که حالا هر ننه قمری، هر بی پدر مادری
پشت سرت صحبت کنه، پشت سرت بگی ماموره، پشت سرت بگی جاسوسه. و انقدر این احمقا، همون شهابی که گفت من 800 دلار میدم تا بگی مرگ بر جمهوری اسلامی، انقدر این احمقا اینا رو گفتن و استفاده کردن که دیگه معنی خاصی نداره، اصلا بیمزه شد. شما هر مهمونی که میری این 30 نفر میگن اون 30 نفر مامور جمهوری اسلامیه. آقا طرف پدرش مرده، این بلند شده بره ایران مثلا ببینه خانوادهش وضعشون اوکیه، مادرش برادرش، ببینه کیا میخواد از مادرش پرپرس کنه. وقتی میره و میاد میگن آقا رفت جاسوس. خیلی آدمای بدبختی هستیم، آدمای عقب افتاده هستیم که میری مملکت خودت برمیگردی میگن آقا جاسوس بود. و اگر قرار بود این مله ها جاسوس استخدام کنن، هممون همین شما زودتر از من تو صف وایساده بود. اونها هم احتیاج نداره. وقتی ما خودمون هم دیگر رو میگیم جاسوس، مرض داره که بیاد بعدم من استخدام کنه چی بگم؟ که مثلا سیزه بدر داریم میریم بلک هیل، سیزه بدر داریم میریم پارک فلان، آقای سندی داره میاد میخونه، یا دو هفته پیش آقای امید اینجا بود، یا بالش سه نفره نمایش اینجا بود، منو استخدام میکنن جاسوس برای چی؟ بدبخت احمق. اگه کسی رو میخوان جاسوس استخدام کنن، اونیه که میاد به شما میگه من با شما هستم، به به و چه چه میگه، وارد میشه یکی یکی تون شناسایی میکنه همینجوری که دارید میبینید، بعد یکی یکی گندتون در میاد، میاد به صورت دوست آقای زم دوستش میشه، بعد چی میگم عرق خوریش هم فیلم برداری میکنه نشون میده. بعد زمم با پررویی میاد میگه من میدونستم. اوکی خب ببینیم چی میشه. آویزون ها در یو اس ای. درود و تسلیت. خیلی ممنون آقای فرخ سپهرار. فرخ برای من هی چپ و راست ویدیو میفرسته میگه اینو منتشر کنید، اینو پخش کنید. میگم آقا این همه پخش کردیم، این همه منتشر کردیم، خب چی شد؟ اگه نتیجه داره دوباره انجام میدیم، اگه نتیجه داره داره یه کار دیگه بکنید. بعد من ازتون خواهش میکنم دوستان، برنامه های دائمی آقای فلاحتی و برنامه دائمی آقای ایکس و ایگرگ که خود من از شما زودتر دیدم، هی برای من نفرسید. حالا ما به شما میگیم لطف کنید برنامه ما رو با دوستانتون شیر کنید. اگه طرف گفت آقا خود من برنامه سوربی رو نگاه میکنم دیگه لازم نیست، نکنید این کارو. در هر صورت نمیدونم واقعا، خودمون بهتون میگیم این کار رو انجام بدیم، بعد میبینیم آقا خودمون اولین کسی هستیم که عاجز میشیم. این دوست ما آقای حسن خزایی 7-8 تا تلفن داره، حالا ماشاءالله فیسبوک و ایمیل و تکس و اینام داره، یه خبر رو 6 جا برای من میفرسته، من دیگه اصلا نگاه نمیکنم، میزنم میرم. خب آقا من گویا رو نگاه میکنم، بی بی سی رو نگاه میکنم، وایس آف امریکا رو نگاه میکنم، دوچوله رو نگاه میکنم، خود اون اخبارهای آلمانی تا اونجایی که یک کم بلدم چی میکنم، بلدم نباشم کپی پیست میکنم میزنم، ترجمه انگلیسیش رو نگاه میکنم. آخه من نمیدونم شما هدفتون چیه. و تازه با این کاری که میکنیم میگه آقا ما کمک کردیم، هم معنوی هم مالی. مالی که ببخشید نداریم، معنوی کمک کردیم، برنامه های شما رو پربار کردیم. نه آقا، شما یه باری گذاشتی رو دوش من، وقت من رو گرفتی. در اصل ممنون و متشکرم. میخواستم برای شب دوره همی تبلیغ کنم، آقای فرزاد شبستری گفت سولد اوت شده. سولد اوت یعنی دیگه بلیط ها تموم شده، فروختن. و اما درباره سیل، همونجوری که گفتم من نمیدونستم ما اینقدر متخصص بارون داریم، متخصص سیل داریم، متخصص جاده داریم، متخصص تونل داریم. گاهی وقتا میگم خدا رو شکر که این سیله اومد که اینا از تخصصاشون استفاده کنن. حالا متخصصی که در همه امور متخصصه و ما شانس آوردیم که سایه ایشون بر سر ما هست، آقای علی جوانمردی، وایس آف امریکا. آقای علی جوانمردی به خدا باید خجالت بکشی. آقا داری کار میکنی برای وایس آف امریکا، یه حقوقی هم میگیری، برو آقا دنبال کار زندگی. کرد هستی، با کردا این ور ور میپری، برو خوشحال باش. آخه مرد ناحسابی، تو اومدی میگی من همه الان با شیراز تماس گرفتم و به من گفتن که این جاده چرا یه برش سیل اومده یه برش سیل نیومده. خب من از اینجا میرم واشنگتن، این جاده چی اسمش 193، یه طرفش نزدیکتر به آ، یه طرف بالاتره. اون پایین هر وقت بارون میاد اونوری بسته میشه، اینوری باز. من وایسم به پلیس بگم چرا اینوری آب نمیاد. بعد حالا چی هم میگه آقای جوانمردی،
به مردم میگه که شما برید ببینید از زیر قرآن که میرید بالاتر، 4 تا اسمم یاد گرفته، اکبر آباد و رکن آباد و فلان اینها، ببینید منابع آب رو اینها باز کردن. آقا همه دارن میگن بارون آمده، سیل آمده، تا این پفیوز احمق نشستی اینجا میگی مردم برن ببینن منابع آب رو باز کردن. خود پلیس چی میگن، سپاه و اینها میگن که چی شده، چه ماجرایی، مردم تو شیراز دارن به امام جمعه شیراز فوش میدن. امام جمعه رفته گفته آقا مردم عصبانی هست، بعد گفتن جاده رو با چیز کنیم، نمیدونم این سپاه پاسداران اینجوری. و از همش بهتر بهتون گفتم، همون تلویزیون عربی بود، ایران اینترنشنال، یه همچیزی که آمد گفت آقا دو تا عامل باعث شده، سوء مدیریت، بی لیاقتی آخوندها، ساختن این جاده ها، نداشتن آبرو و بارون. بابا افغانستان الان بارون اومده، همینجا میگن یه دفعه عوض چیز میشه، میگه ما قد یک سال توی یک ماه بارون داشتیم، قد یک ماه توی یک روز بارون داشتیم. آخه بشینید برنامه ندارید، بشینید موزیک بکنید، آهنگ درخواستی چی دوست داری بذار، نمیدونم دوستت دارم، میدونی که کار دله، خوش باشی، قرارنی همه اون متخصص باشی، اونم متخصص های بند تنبونی. این آقای مانوک خدابخشیان 40 ساله به مردم، 40 سالی که نیست، 7 سال که تلویزیون نداشتی، به مردم میگه چمدوناتون نبندید. من نمیدونم اینا از ایران چه چمدونای آوردن که میگه باز نکنید، ببخشید، چه چمدونای آوردن که بعد از این همه مدت هنوز بازش نکردن. ما آقا یه چمدون داشتیم همون روز اول بازش کردیم، تمام وسایلمون اون بوده، بعدم دیگه اونا کهنه شده خریدیم رفتیم، ولی اینا هنوز میگه چمدوناتون باز نکنید، یا خیلی هاشون میگن چمدوناتون رو ببندین میخواین برین. یعنی این بارم که میخوان برن ایران، اگه برن که نمیرن، میخوان مثل موقعی که زمان شاه میرفتن سفر از چیز از اروپا، آشغال و بنجل بعد از عید کریسمس و ویناختنی میخریدن میمدن پوز میدادن، اینا باز با چمدونای پر میخوان برن ایران. عجب ملتی هست. خب ببینیم چیه. علیکم و درود. از پشکل تا بمب اتم، بله، متخصصان پشکلی. و میدونید مثلا اینایی که آشپزی میکنن، همین جوری که دارن کار میکنن گاهی وقتی میخورن، حتی از چیزای خام هم میخوره، مثلا میگه اینو این مزهش باید اینجوری باشه. اینایی هم که بمب اتم و پشکل و همه چی متخصصن، همین جوری که برای شما توضیح میدن، تفسیر میکنن، رو میز تشریح هست، یک کمی هم یواشکی تو دهنشون میذارن. بله علی جوانمردی بار دیگر، والا هیچ کلمه پیدا نکردم جز گوخوری کرد. آخه آقای جوانمردی خجالت بکش، دوستان بهش بگید اگه دوستش هستی، با کدوم متخصص شما صحبت کردی که گفت چرا این بر جاده آب میاد اون بر آب نمیاد؟ حال چی کار کنن؟ میخوان آب بریزن رو مردم، باید حتما دوبرش آب بریزن رو مردم؟ بله مصاحبه داریوش رو با آقای فانی تماشا کنید تو تلویزیون بی بی سی و ببینید دوستان، مخصوصا جوانها، اون دوست ما آقای آتیلا، گرچه آتیلا چون از خانواده قشقایی ها هست و ناصر خان و اینها، میدونه صابون شاه به تنشون خورده، ولی این جوانای نمیدونم چی پنجمی، چی میگن دهه پنجمی، دهه پنجاهی، اینا برن نگاه کنن ببینن چجوری یه خواننده میگه آقا من اصلا سیاسی نبودم، یه شعری رو یه نفر گفته من خوندم، اومدن منو گرفتن بردن، بعد میگه وقتی منو بردن زندان اونجا سیاسی شدم. برید مصاحبه داریوش اقبالی اسمش، نه فامیلیش داریوش خواننده، با آقای فانی. آقای فانی هم فکر کنم یه جورایی شیرازی باشه، چون داشتیم ما فانی زیاد داشتیم. حالا این سعید میگه آقا تام که همه رو میگه شیرازی هستن، اون جو که شنیده بودی هی گفت آقا این فلانی هم اولش این بوده، انیشتین اولش این بوده، اونم اولش این بوده، گفت آقا یه بارگی بگو حضرت آدم هم همشهری شما بوده، گفت آقا اونم اولش همشهری ما بود بعد آدم شد. خب شهرداری شیراز خود را مقصر نمی‌داند و میگوید چندین بار به سپاه در مورد مسدود کردن این کلمه رو، مسیل رودخانه، مسیل یعنی مسیر سیل، یا مسیل رودخانه جهت ساختمان سازی اختیار دادیم، ولی بازرسان ما را بازداشت کردند، حتی به بازرسان دادگستری فارس اجازه بازدید از پادگان سپاه چی زنگی را ندادند.
آبزنگی داشتیم از پادگان سپاه زنگی، ولی آبزنگی از اون بالا که اون وقتا با موتورسیکلت میرفتیم، به اصطلاح یه چشمه کوچولویی بود. حتی سپاه در جابجا کردن مسیر سیلاب با ما و ستاد بحران فارس همکاری نکرد. سردار کوهمره‌ای، اتفاقا ما اون دوستمون فامیلش کوهمره‌ای بود، به اصطلاح کی بود؟ جعفر محبودی کمره‌ای، کمره شهر یه جایی الان یادم نیست کجا هست. چنان شهرداری دادگستری فارس از سپاه شکایتی نداشته باشند، از بنیاد شهید فارس درخواست خواهد شد به زخمی ها و کشتگان سیل اخیر دروازه قرآن شیراز عنوان جانباز و شهید داده شود. خبر فوری: سیل در شیراز ارتباطی با بارندگی 30 دقیقه‌ای نداشته. کیلومتر سوم جاده شیراز اصفهان، عملیات ساخت و ساز پلی توسط قرارگاه خاتم الانبا در حال اجرا که 95% مناهل ساخت آن به اتمام رسیده. قابل ذکر است که این پل توسط ستون احداث نگردیده و خاکریز استفاده شده. عملیات خاکبرداری از 500 متری آقا ابرا رو نشون دادن که ما حتی رنگش رو گفتن رنگش بنفشه، مثل اینجا که مثلا میگه زرد و سبز و اینها، نشون دادن که این بارندگی اینجوری هست. ولی حالا گیرم که این درست باشه، گیرم که من از آمریکا نشستم کنار ساحل اطمینان بگم مردم شما برید ببینید اون بالا دارن چیکار میکنن، خب من چیکار میتونم بکنم؟ منی که الان عروسه رفته از آمل شیراز برای هانیمون برای ماه عسل، عروس رو آب برده، اون خانم ساناز حالا شوهرش تازه بیاد بره تو شیراز ببینه این آب از آبزنگی به خاطر اینکه ستون نگذاشتن اومده یا از نمیدونم پادگان فلان اومده. اینه که وقتی دوستان میگن آقا اینو منتشر کن، میگم خب آقا اینم این همه منتشر کردید یکیتون نیومدید بگید آقا برنامه بریم دنبال فلانی. من اینجا صبح تا شب برنامه وقت تموم میشه دارم کلکل میکنم با اینای آقا شما ها شدید دست انداز در راه رضا پهلوی. میگم آخه احمد تا اگه سواد داشتی، وقتی راهی وجود نداره، وقتی برنامه وجود نداره، وقتی هدفی وجود نداره، من نمیتونم دست انداز باشم. از کدوم راه میخواد بره که من دست اندازش بودم؟ شما برنامه چیه؟ اگه من اینجا دست اندازم سر راه رضا پهلوی، تو برو از اون ور. آخه خجالت بکشید، این مردک اصلا اهل این کارا نیست، این از اینجا تکون نمیخوره. ماکسیمومش میره قمارخونه و برمیگرده، ماکسیمومش میره هر جا مهمونی باشه. صحبت از مهمونی شد، دیدم که خانم پلوسی، نانسی پلوسی، دعوتش کردن به مهمونی ایرانی ها، جشن سال نو و اینها، و اینم رفته. بعدم که اومده گفته من از ایرانی ها خیلی خوشم میاد و نمیدونم باید ازشون تشکر کنم و سال نو تبریک بگم. آقا خانم، شما هر کسی رو دعوت کنی توی این واشنگتن ببری نهار و شام بدی، نمیگه که شور بود یا کم نمک بود، میگه خیلی عالی بود، دستون درد نکنه. و این ذات سیاستمداران و پالیتیشن ها هست، چلشت خور، نمیدونم شما هم میگین تو شیراز میگن چلشت خور از میراث خور بدتره. حالا ما الحمدلله نه چلشت خور هستیم نه میراث خور. دستم ممنونم، این آقای مانی خورسندی گفته بود و خبر فوری. سربی خوب شد دیر رسیدی، این آقای فانی از اون فانی های محله بالای فلکه گاز نیستن. خوب شد چی دیر رسیدن؟ درسته باران بسیار زیاد بود و ناگهانی، من اینها فکر نمی کردم. خب خود شما آقای مانی برو بالا بخون، خود شما نوشتی باران نبوده. میدونید ماها همه اون احساساتی میشی، یه چیزی رو از این یکی میفهمی میگی آ راست میگی، آ پدر سوخته سپاه رفته اون ور اینا رو ساخته. بله اونو درست میگی، شهرداری رفته جلو سپاه رو گرفته، اینا خودشون افتادن به جون هم دیگه و شده این قدیم. آقا مگه کسی اگر فامیل شاه بود، از خانواده شاه بود، از ما بهترون بود، مگه هیچ دستگاهی میتونست جلوش بگیره؟ تعداد از ما بهترون ها زیاد شد، هیچ فرقی نکرده، تعداد از ما بهترون ها زیاد شد. بله مشکل اینه که جنگل ها رو از بین بردن، میگه جنگل ها در 40 سال گذشته نصف شده. من اولای که اومدم اینجا گفتم این چه کار بیهوده ایه، هی درخت کات میکنن میفروشن، این درخت های کریسمس. و یه نفر گفت آقا
هر یه درخت، اولا اینا کارشون اینه که درخت بسازن، از الان داره درخت میسازه برای 7 سال دیگه، و تعداد درخت ها توی آمریکا حتی از 100 سال قبل زیادتره، برای که کات میکنن باهاش خونه میسازن، از اون ور درخت میسازن که 10 سال دیگه 15 سال دیگه بعدم روشای بلد شدن این درخت ها زود بزرگ بشه چنین و چنان و اینها. ولی توی ایران رسیدن به یه جایی که گفتن یه 10 سالی بذاریم جنگلا نفس بکشن، استراحت کنن، لابد اونم گذاشتن خود جنگل باد بیاد. شما نگاه کن این درخت های اینجا کاج خیلی زیاده، کاج باد میاد یه چیز انقدیش، همون ریش، همون قسمتی که به اصطلاح زنبورا این کارو میکنه، همون قسمتی که باد این کارو میکنه، اینا رو بارور میکنه، این نمیدونم چیز این چیز این یکی میپره رو چیز اون یکی، یه درخت جدید درست میشه، میوه جدید درست میشه و اینها، اینا رو مصنوعی هم انجام میدن. تو ایران این کارا رو نکردن، این حاجی آقا اومده درختها رو فروخته، بچه‌شو پولش فرستاده کانادا، اون یکی بعدی اومده زمین رو نمیدونم خاکشو فروخته. اینا همش به فکر ببینید، یه دفعه اینو به مهران سعدی گفتم. مهران سعدی یه آدمی بود، اگه کسی خبر داره ازش به من بگه کجاست این بیچاره. یه آدمی بود که تو این شهر معروف شده بود، میگفتن مهران سعدی اگر یک مرغی ببری بهش بدی بگی آقا این مرغه روزی یه تخم طلا برات میذاره، این احمق همون موقع میکشتش میذارتش مثلا پای مرغ پلو بخوره، بلکه از فردا خودش تخم طلا بزن. اینم اینجوری شده، به فکر این نیست که آقا من اگه دارم سود میبرم یه مقدار از این سود رو خرج کنم، اینجا رو درست کنم، جنگل رو نگه دارم، مزرعه رو درست کنم، درخت کاری کنم برای نسل آینده. همه شدن بزن و ببر، خدا نگهدار. اینم از این ماجرا. بله هوری خانم سلام، من برنامه شما رو با آقای ستوده دیدم. اولا شما چقدر خودتون رو گرفتید که از این وضعیت این آقای ستوده بیچاره خندت نگیره، ولی من تو برنامه نشون دادم، گفتم آقای ستوده آخه نکنید این کارو. بابا این آخونده وقتی این برنامه رو میبینن خوشحال میشن، به دیگران هم نشون میدن، میگن آقا این آقای ستوده که اولین کسی که بهش برنامه داد سوربی بود، اول هیچ تلویزیونی جرئت نمیکرد باهاش برنامه بذاره، بپرسید از خود سیامک ستوده بپرسید ببینید به چه روزی افتاد، چون بر علیه نمیدونم آخونده و اسلام حرف زد. آقا این مریضی رو خیلی ها اینجا میگیرن، جوانترینش این هنرپیشه بود مایکل جی فاکس بود، چی بود گرفت میاد به مردم میگه من این مریضی رو دارم، بعد میره دنبال کارهای دیگه، مردم رو به اصطلاح تشویق میکنه یاد بگیرن درباره این مریضی، کنترل میکنن، چون سرشناسه میاد تو مجلس از موفقیتش از مشهوریتش استفاده میکنه، قانونی عوض کنه که پول بذارن برای تحقیق این، نمیاد بره یه صندلی که مثل رورووک میگن تو شیراز یا آبرک، به تاب میگن آبرک، چرا میگن آبرک راستی نمیدونم، تا بشین روی صندلی اینجوری این بنده خدا حوری خانم به عنوان مرتد اعلام کردن. آقا شما ایشون آوردی با اون وضعیت واقعا وخیم این شد برنامه؟ در صورت دوستان عزیز این خانم حوریه قرداغی که الان اینجا هستن، لینک فیسبوکتونم بذارید تا دوستان بیان با شما آشنا بشن. ولی من یه چیزی به شما نصیحت میکنم، مخصوصا چون شما هم جوانتر از من هستی هم خانمی هستی، اینها خیلی این طرفداران و اینا رو جدی نگی. اینا میگه تا بر سر تخت نازی یاران ز سعادتت برشکن، چون با دل اتفاقی برعکس میشه، چون با دل خسته جان سپردی دنبال جنازهت به اشکن. نه اتفاقی برعکس، ایرانی تا هست یا یه معروفیتی داری به به چه چه میکنن، فردا اگه یه اتفاق برای شما افتاد روز اول آخ تسلیت میگیم حوری خانم یه احمقی رفت زد کشت، فردا یادشون میره حوری خانم، یکی دیگه میاد به جای شما و دیدید که الان خودتون نگاه کنید ببینید چه خبر. این آقا میاد امید دانا چون طرفدار رضا پهلویه، او همه میزن دورش، بعد میفهمه رضا پهلوی پخی نیست، همه باز میزن فوشش میدن،
میره بعدم دنبال کارش و اینا، میره مادرش خواهرش ببینه تو ترکیه، میگه من کلک زدم. آخه کلک زدی برای چی؟ تویی که میای دعوت میکنی مردم بیان تظاهرات در فلان میدان پاریس یا سوئد، چه چیز مخفی داری جز این که رفتنت به ترکیه در رابطه با ایران و سپاه پاسداران و فلان بیسار و ایناست؟ و اینا آقا من دارم میرم سیزده بدر، خواهم میدونم سیزده بدر است. خب میگن که مادر و پسر پهلوی در این فاجعه لیسه با یک پیام سرته قضیه را هم آورده. بدبخت گدا با آنم پولی که دزدیده، این همه اتفاق زلزله و سیل، دریغ از یک دلار از این خانواده در بیاد، فقط شعار و لنگش کن سر میده. خوری خانم برو پیام برنامه من نگاه کن روز چهارشنبه، پیامی که این احمق داده در رابطه با عید جشن پوریم، و این حتی تاریخ و بلد نیست که جشن پوریم اون زمانی بوده که یهودی ها در ایران بودن، نه اون زمانی بوده که کوروش رفته اینا را از بابل آورده، و اون زمانی بوده که اینا میخواستن ایرانی ها رو قتل عام کنن، و اون زمانی بوده که سیزده به در درست شد و ما از دست یهودی ها در رفتیم، از شهر خونا و زندگیمونو بل کردیم، رفتیم چنار شویجون، رفتیم نمیدونم شاه ابوالخیر، رفتیم تنگ چی میگن تاق بست بستان کرمانشاه که این دوستان کلیمی ما رو نکشن. اون وقت اونا جشن میگیرن، این مردکه نادان احمق عوضی تنبل آقا رضا پولوی میاد پیام میده به دوستان اسرائیل، جشن پوریم رو بهشون تبریک میگه. جشن پوریمی که چند سال پیش همین نتنیابو آمد کتاب استر رو داد به آقای اوباما و گفت شما بخونید، ما یه بار دهن این ایرانی ها رو سرویس کردیم ولی به اندازه کافی نبوده، مثل که یه بار دیگه هم باید به رخ چی کنیم، به رخ بکشیم. خب درود بر آقای صوبی عزیز، منم به شما سلام میکنم، ممنونم. دوستان خانم هوریه لینکش رو گذاشت، لینک فیسبوکش رو باشون تماس میگیرید. بله آقای سعید خان برو یه ماچ گنده توی آینه از خودت بکن، یا اینجوری کن دوت. این پیام ها چه دردی رو دوا میکنه، چه ترامپ باشه، چه رهبر باشه، چه رضا پهلوی باشه، هی مایه بیمایه فطیره، هیچ کدام نمیگن خب برای این مصیبت دیده ها چه کمکی کردن. آقا ترامپ با این همه میزنم و میخورم و دستگیر میکنم و اینها، آخرش اومد گفت خب حالا من برای مردم ایران دعا میکنم. بعدم ما نشستیم اینجا آقا به دعای گربه یا اگه بارون میمد که الان ما رو سیل برده بود. بله اون خودش در مساوی گفتن آخرین کتابی که خواندی چی بود؟ گفتم یادم نیست. معلوم است از تاریخ خبر ندارد، در کازینو مطالعه نمی کنه. این رضا پولوی منو یاد اون خانم سرا پیلن میندازه که اون خانم کیدی کورگ آبروشو برد، وقتی رفت اونجا باش مساوی کرد گفت که شما روزنامه و اینا هم میخونی؟ میخواست خودید خیلی این بی اطلاعه. گفت بله. گفت کدومشو میخونی؟ گفت همشو میخونم. گفت اسمشو ببر. اسماشو نمیتونست بگه. حالا این که آخرین کتابی که خوندی چی بوده، میخواستم بگم کتاب ملا نصرالدین، والا اینا ای کتاب ملا نصرالدین هم میخوندن یه چیزی در زندگی یاد میگرفتن. کتاب ملا نصرالدین خیلی داستان داره که درست ماجرای ما این روزا. ساعت 2:51 از ساعت 3 بعد از ظهر میبرم شما رو با آقای امیر حسین لادن گفتگویی داشته باشیم، هم درباره سیل، هم درباره این تبلیغات دروغی که به اصطلاح در مورد تبلیغات ساختگی و دروغ پردازی و اینها که این روزا هم باهاش خیلی مواجه هستیم، و این سایت های سوشال مدیا و مجازی و اینها هم کمکی شده برای اونها، و چه باید کرد. من فکر کنم این وظیفه شماست که ببینید چجوری اینا رو به اصطلاح سره رو از ناسره تشخیص بدید و جدا کنید. اینم از این، ممنون و متشکرم. بله برای آقای فردوس هخامنشی هم فرستادم و براتون گفتم اسمی که ایشون نوشته غلطه، فردوس ما نداریم، این میشه مثل فردوس میشه فردوس، یا باید یه وی بنویسی یا باید یه دبلیو بنویسی، و ضمناً ما ایرانی‌ها وی و دبلیو رو هم درست اینجا نمیتونیم تلفظ کنیم، و بست ویشز مثلا وقتی میگیم این ویشز با اون ویشز که یعنی بد و اینا خیلی با هم شبیه. خب و اما اونم گفتم شب دورهمی هم گفتم که سولد آوت شده، بیام براتون یه چند تا از این فولدری که اینجا دارم
بذارم ببینم چی میشه. اوکی بله، درباره این 150 دلاری که گفتیم به آقای مباشری بدین، این دوستمون گفت که بله من دارم، در شیراز تماس میگیرم و کارت به کارت میکنم و اینا. میگن تو ایران خیلی از ما سریعتر بلدن از این چیزای بانکی استفاده کنن. فکر کنم یه دلیلش هم بیدر و دروازه بودنه. شما ببین مثلا تو آمریکا میدونی چقدر سوء استفاده میکنن از این اطلاعات مردم، ولی تو اروپا زودتر یقشو گرفتن. خانم دکتر جیلانی اون روز نوشته بود که در اروپا شما هر یه باری که خرید میکنی این کارتو پس میگیری، این شماره جدید بهت میده. یعنی اون طرف اگه شماره قدیمی شما رو برداشته باشه، الان اون شماره کار نمیکنه. این خیلی هم ساده است، از لحاظ ریاضی هم اسم شما با سوشال سکیوریتی شما، با آدرس شما، با یه شماره الان مچه، یه دقیقه دیگه نیست، ولی میتونن هی تغییرش بدن و اینا. خب آقای صوبی لطفا در مورد نامه ای که طرفداران شازده قرازه برای ترامپ نوشته هم صحبت کنید. انقدر اینا نوشتن و انقدر افرادی مثل این حمزلو دیوانه و مثل افراد دیگه هی میگن ما رفتیم پهلو شازده و هی میرن چلو کباب میخورن، آرامشون اونجا برای ترامپ میفرست. ترامپ یا به قول آقای مانوک خدابخشیان ترامپ. اصلا یه من نمیدونم این تلویزیون آمریکایی گوش نمیکنه، چرا به این میگه ترامپ؟ بله نمیدونم منظورتون کدوم نام است، یا بفرستید یا اینجا بذارید تا من بخونم. اینم از این ماجرا. خب این آقای مصطفی رهبر، شما بله، آقای مانی خورسندی هم همین سوالو میکنه، کدوم نامه؟ اینا هر روز یک نامه چی میگن، مثل اینایی هست که هر کاری میکنن استخاره میکنن از منبع از مرجع تقلیدشون سوال میکنن، اینا هم هر غلطی میخوان بکنن هی نامه مینویسن عالی جناب ترامپ. اصلا نمیدونن که اینا رو یه دختر نشسته اونجا، یه پسر نشسته اونجا 18 سال 19 سال، اون میخونه یه مر میزنه یه نامه جواب میده میاد، وقت میاد طرف قابش میکنه که آقا نگاه کن من نامه نوشتم برای فلانی، اینم بهم جواب داد. خب برای راهگشایی قانونی رهایی از نظام اشغالگر جمهوری اسلامی مبنی بر داشته‌های ایرانیان و حفاظت از تمامیت ارضی با توجه به قانون اساسی 1906 صدر مشروطه و اصل 36 و تفویض، یکی وی بگه آخه بی‌ناموس، بابای تو و پدر بزرگ تو بزرگترین خیانت به مشروطه کردن، تو دیگه خفه شو اقلا اسم مشروطه رو نیار. تازه مشروطه ای که هم آقای دکتر نصر احمدی هم آقای سهراب چمنارا گفتن اگه اینو بیاری بذاری برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی از اون بروزتره، چون اینا کپی کردن از کشورهای دیگه. کارمون خیلی خرابه. هوری جان برنامه پر کن، ویدیو بفرست، لینکشو بفرست، ما هم اینجا نشون بدیم. و ساعت 2:55 دقیقه است، اجازه بدیم من شما رو ببرم در این فولدر، در پوشه ما. بله سیل، این سیل رو نگاه کنید، برای خودم فرستادم از بی بی سی. این مال افغانستانه. خب حالا یکی بره آقای مانی عزیز یا اون آقای علی جوانمردی، برید ببینیم افغانستان چرا سیل اومده. بفهم سیل در غرب و شمال افغانستان جان دست کم 20 نفر را گرفت. مقام های محلی در شمال و غرب افغانستان از مرگ دست کم 20 نفر در جریان سیلاب ها در این مناطق افغانستان خبر دادند. دست کم 14 نفر دیگر زخم برداشتند. از این تعداد 10 نفر در فاریاب، 9 نفر در ولایت غربی هرات و 1 نفر دیگر در بلخ جان خود را از دست دادند. ولی من الان اگه کسی دنبال بیزینس میگرده، بیزینس خوب اینه که این متخصصای بیکار و بیار رو بیاریم از ایران و در تمام دنیا چیکار کنیم؟ پیشگویی سیل کنیم، بعد از سیل راهنمایی کنیم که چگونه از دو طرف جاده آب بیاد مردم رو ببره. آقای علی جوانمردی ناراحته که چرا یه طرف آب اومده مردم رو برده، باید دو طرف جاده. آقا سپاه این بر، بسیج اون بر، جهاد اون بر، دفعه دیگه دو طرف آب بندازین تا مردم رو قشنگ آب ببره پایین. شیراز هم که سرزیریه، یادم اون وقتا اتوبوس هایی که میرسید به این دروازه قرآن سه بار این ترمز رو میزد که همه مسافرها اینجوری بشن، اون شوفرم دعا میخوند که شاه سلامون علیک.
خب اینم از این، ببینیم دیگه چه خبره. بله میگه که ترامپ اهل معامله است، آخوندا بهترین معاملگرن. باری کلا باری کلا، کاملا درست میگی. میگه آقا چرا توهین میکنی من اون کلاش؟ بابا دست خوش، من از دوست شیرازی نقل قول کردم. مانوک خدابخشیان دائما اسم آدم های مهم را با تلفظ کلنگی را در صحبتاش میپرونه. در ضمن این تونی جوانسال کیه که دیگه همش ازش صحبت میکنه؟ هیچ که یه نفر میاد یه پولی میفرسه، اون هر کی ازش پول بیفره بفسره he loves him، I love you، I love you، یه چیزی هم یاد گرفته I love you. این که هیچ که اینا نیستن. آقای رهبر شما از اون رهبرای نیست هستید که تو شیراز بودن الان سم داره میپره بالا، دیوونه شده از دست من. گاراژ رهبر داشتن، گاراژ رهایی، گاراژ رهبر، گاراژ یکی دیگهش کی بود که اینا قراردادهای روغن نرگس شیراز و اینا هم داشتن. دستن ممنونم. نه آقا بنده، آقای مانی توهین نمی کنم، میگم ببخشید اگه یه وقتم چیزی که گفتم مثلا در یه جمله، اینا اینقدر کثیفن که توی یه جمله اگر اسمشون بیاد طرف میگه آقا من برم یه دوش بگیرم سربی اسم منو جوانمردی رو توی اسم آدم خندش میگیره. اون چه برنامه بود میگه خندم میگیره؟ یه فیلمی بود. خب بیایم اینجا بریم سراغ آقای میخواستم یه خبری براتون بخونم. لغو حکم حبس ابد عمو و برادرزاده‌ای در آمریکا پس از 42 سال. اینم سیستم دادگاه آمریکا. اون آقای هنرپیشه اومده به دروغ گفته دو نفر اومدن من زدن، بهش گفتن شما دو روز برو خدمت کن، خدمت عمومی، $10,000 هم که گذاشتی ودیعه بیای بیرون. اونم البته برگرداندن گفتن اینجوری نمیشه. بله ایشون میگه من سمنانی هستم، نه چنین افتخاری رو ندارم. نه افتخاری نیست، چیزی که هست وقتی آدم میبینه یک شیرازیه بیشتر چی میکنه، مثلا من برای دوستای شیرازی بیشتر کاکو جون ماکو جون میکنم تا دوستانی که مال تهران هستن. میگم یه وقت حالا به این نگم کاکو جون بهش بر بخوره، ولی به دوستای شیرازی بیشتر. اینم از این. و ساعت 3 بعد از ظهر آقای لادن عزیز رو این هفته داریم و تا داریم قدرشون رو بدونیم، چون اینجا نوشته 14 روز قبل ما با ایشون صحبت کردیم. پس این آقای لادن take a snapshot and share it to chat، اینم یه چی جدیده مال اسکایپ. مثل همیشه خوش تیپ و مرتب و هنسام. چرا میخندی آقا؟ حقیقت خنده نداری. خیلی خوشحالم که در این شرایط واقعا بحرانی خنده ای به لب شما آوردیم. من همیشه آقای لادن رو به عنوان یه معلم و یک استاد دانشگاه، چون خیلی قشنگ از برنامه استفاده میکنن، زمان بندی و اینها، و همیشه هم ازشون تشکر کردم به خاطر چیزایی که یاد ما میدن، آموخته های خودشون رو یا دانش و تجربه خودشون رو به من و شما مجانی میذارن استفاده کنیم. اجازه بدید که برنامه رو شروع کنیم. دوستان عزیز با آقای لادن هستیم، به ایشون سلام میکنم، سال نو رو تبریک میگم و خوش آمد میگم. ضمن این که خبرها خوب نیست، ماجرای سیل مخصوصا در شیراز، اون سر پل ذهاب شنیدم که دو نفر از بین رفتن. شیراز گویا حدود 30 چند نفر تا 40 نفر، تازه هنوزم مشخص نیست. در هر صورت این هیچ چیزی نیست بجز سوء مدیریت از طرف حکام که الان هم آخوندا هستن. آقای لادن این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان، بفرمایید با شما هستیم. سپاسگزارم. درود بر شما و بینندگان تلویزیون مردم. همراه با اظهار تأسف و همدردی با همه هممیهنانمون، به ویژه اونایی که مورد ضربه طبیعت و بیلیاقتی و بیکفایتی رژیم فاسد فقاهتی واقع شدن،
میدونیم که با گذشت 40 سال از عمر نفرت انگیز رژیم ضد ایرانی فقاهتی، شک و تردیدی برای هممیهنانمون باقی نمونده که این حکومت نه ارزشی برای ایران و نه ارزشی برای اهمیتی برای ایرانی قائله، در ضمنی که سلامت و سعادت و امنیت مردم هم از هیچ گونه اجعیتی برخوردار نیست. ولی اصل مطلب اینجاست که از نظر مدیریت و برنامه ریزی در اداره امور کشور اینها هیچ توانایی ندارند و مدیریتشون بر اساس عکس العمل در صدا درسته؟ بله، ولی این اگه از لپتاپتون هستید فکر کنم صدای پنکه لپتاپ یک کمی زیادتر از حد معمول هست. الان خوب شد، هرچی بود خیلی الان خوب شد. عالی. بفرمایید. و از نظر مدیریت یک بخش خیلی آسون داره، میگن که مدیریت دو جوره، یا مدیریت هوشمنده یعنی همه چی برنامه ریزی شده با استراتژی و راه و روشه، یا مدیریت ارتجایی و عکس‌العملی، یعنی شما منتظر میشی یه چیزی پیش میاد بعد عکس‌العمل نشی میدونی راجع به اون. و اینجوری میشه دید که در ایران در جمهوری اسلامی مدیریت عکس‌العملیه. اگر دوست داشته باشین میتونیم ادامه بدیم و اگه لطف کنید، ولی این چیزی که شما گفتید حقیقتا منو یاد اپوزیسیونم انداخت. اگه نگاه کنید اپوزیسیون ما هم عکس العملی هست و وای میسه هر اتفاقی افتاد درباره اون اتفاق صحبت میکنه، بعضا میگن ما اینو میدونستیم. و من تا حالا چیزی ندیدم که اینا بگن پیش بینی کنن. من همین امروز باز صبح با جبهه ملی داشتم کلکل میکردم که شما خب حالا جبهه ملی ششم هم آمد، خب اون پنجتا چه کار کرد؟ چه تاجی بر سر ما زد به جز اینکه شما با همکار خودتون، با یار خودتون آقای بختیار و دیگران هم در افتادید؟ و بله بفرمایید. اتفاقا این مطلبی رو که بیان کردین، گفتین که اپوزیسیون هم همینطوره، من میگم باید یک گام از اونم جلوتر رفت. همه ما همینطوریم، برای اینکه ما زایده فرهنگمونیم و تو فرهنگمون یک کمبودهایی وجود داره که در وجود همه ما هست. ما باید اون کمبودها رو تشخیص بدیم، باش روش کار کنیم. در حال قصدم این بود که امروز به هممیهنانمون در مورد تبلیغات و عوام فریبی یک هشدار بدم، چون که طی چند ماه گذشته ما همه ما هممیهنانمون هدف تبلیغات پیوسته و گسترده هستیم از طرف شبکه ترشگرد، کنفرانس ورشو و پروژه ققنوس، یعنی این روزا پروژه ققنوس. میبینیم که اینا به ترتیب اگه بهشون بخوایم یک صفتی بدیم باید بگیم عوام فریبی، رهبرسازی و شعبده بازی، ولی یه هدف مشترک دارن و هدفشون اینه که رضا پهلوی رو مطرح کنن و سلطنت رو دوباره سازی کنن. میدونین که اصلا فرشگرد یعنی بازگشت به گذشته. اینا تلاش های مذبوحانه اسرائیل و آمریکا و عربستانه و شرکای ایرانیشون که مدت هاست دارن با دلسوزی های سبک خاله‌خرسه‌ای آنقدر در مورد عدم وجود آلترناتیو و رهبری نوشتند و گفتند و جار زدند تا تونستن یه خلأ ساختگی به وجود بیارن و حالا برای پر کردن این خلأ ساختگی خودشون دارن آلترناتیو های مندرآوردی مانند فرشگرد و ققنوس و رهبرهای ساختگی در کنفرانس ورشو به وجود میارن. فرشگرد که اشاره کردم یه ایرانی دور هم جمع شدن
و در یه نشستی با رضا پهلوی و گفتن ما یه گروهی هستیم به نام شبکه فرشگرد و دو تا هدف دارن. اولین هدفشون اینه که میگن رضا پهلوی برای ما یک دونه نقش محوری داره، یعنی در همه چیشون هستن و شعارشون هم همون شعار آریامهریه، مبارزه با ارتجاع سرخ و سیاه. یعنی به نظر میاد که هیچ این اشخاص هیچ چیزی از تجربه گذشته نیاموختن. با این توهم که حکومت شاه، در حکومت شاه همه چیز درست بود کامل و نه کوچکترین مشکلی داشت و نه هیچ کم و کاستی، فقط یه عیب داشت و اونم یه ملت نمک نشناس بود که خوشی زده بود زیر دلش. میرسیم به کنفرانس ورشو که دو تا هدف داشت. هدف اصلیش یه جبهه به وجود بیاره برای مقابله با ایران. هدف دومش شرابی سازی بود، یعنی رهبرای قلابی بسازه و به خورد ملت ایران بده. شوربختانه برای ملت ایران کم نیستن تعداد کسانی که ما بین اپوزیسیون تک توجه به این مردم ایران و منافع ملی ندارن، حاضرن برای مطرح شدن، مطرح بودن و منافع شخصی با بیگانگان همراه شوند و پشت شلبی های ساختگی سینه بزنن. و میرسیم به اون جدیدترین ترفند که من یک بار در گذشته بهش اشاره کردم و این پروژه ققنوسه که با همکاری مثلث نتانیاهو، شیخ محمد و ترامپ، بودجه از عربستان، اطلاعات از اسرائیل و پشتیبانی از دولت فاسد دست راستی ترامپ ساخته شده. حالا اینجا جالبه که اینا با این چیزایی که در دست دارن، یعنی پول و اطلاعات و قدرت، میتونن اطلاعات ساختگی و عوام فریبانه رو انقدر تکرار کنن که ما رو بمباران کنن تا ما این شعارهای مردم فریب اینا رو باور کنیم و بپذیریم. به قول فریدون تبللی، ترسم از فرط شعبده چندان خرد کنن تا داستان عشق وطن باورد کنن. آقای نوم چامسکی که اندیشمند بزرگ نیم قرن گذشته است، در مورد پیروزی غیر عادی و بی‌نظیر اطلاعات ساختگی و دروغین می‌نویسه، میگه باید بپرسید در چه نوع جامعه‌ای می‌خواهید زندگی کنید؟ جامعه مردم سالار که مردم در تعیین سرنوشت خودشان شریک هستند و اطلاعات سالم و آزاد در اختیارشان هست، یا در جامعه‌ای که سرنوشتمان را برایمان تعیین می‌کنند و اطلاعات سانسور و کنترل شده برایمون می‌سازند؟ یعنی 1% از ما بهترون با کنترل اطلاعات اهرم‌های قدرت و ثروت رو در دست می‌گیره و دوباره باید سال‌های سال در چنگ دیکتاتوری چکمه و نعلنگ دست پا بزنیم. من تصور نمی‌کنم که ضرورت استقرار یک حکومت مردم سالار در میهنمان برای کسی پوشیده باشه. مسئله اینجاست که گول نخوریم، اقفال نشیم. من فکر کنم این داستان چگونه آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد میتونه این مسئله رو برای بینندگان تلویزیون مردم روشن کنه. وودرو ویلسون در سال 1916، یعنی در بوهه جنگ جهانی اول، با بر اساس این دید و این مرامنامه، صلح بدون پیروزی در مبارزات انتخاباتی شد رئیس جمهور آمریکا. اکثریت مردم آمریکا
ستورجو بود و نمیخواست در جنگ اروپا شرکت کنه، ولی آقای ویلسون میخواست آمریکا در جنگ شرکت داشته باشه. به خاطر این موضوع اومد یک کمیته‌ای به وجود آورد به نام کمیته پروپاگاندا یا تبلیغات. به این کمیته یک دونه بودجه یک کلان و تمام وسایل مورد نیاز داد و این کمیسیون یک برنامه مشخصی رو به وجود آورد که بره جامعه روشن فکران و تحصیل کرده های آمریکایی رو هدف قرار بده و با نوشتن و گفتن انقدر روزمره تکرار کنن که این ایده هایی رو که میخواستن برای جنگ طلب کردن جنگ مبارزجویی به وجود بیارن جا بندازن. و با تکرار روزمره این اطلاعات ساختگی طی چند ماه تونستن آمریکا رو 180 درجه برگردونن. یعنی اکثریت مردم، توده مردم سرجو شد اکثریت توده مردم جنگجو. خب اینجا آقای دولت آقای ویلسون تونست با موفقیت کارشو به نتیجه برسونه. این نوع تبلیغات به انگلیسی بهش میگن manufactured consent، به فارسی هست رضایت ساختگی. یعنی براتون یه چیزی رو میسازن بر اساس عوام فریبی و دروغ و اطلاعات ساختگی و پس از مدتی باورمون میشه و اینو خیلی هدفمند انجام میدن و به وسیله روشنفکران، تحصیل کرده ها و متخصصین. و یه لحظه به این فکر کنین، میبینین که همون روشیه که امروز گروه رضا پهلوی داره بر ما پیاده میکنه با در دست داشتن فیلم ها و ویدیو های دوران سلطنت، با خریدن همکاری تعدادی از تلویزیون های ایرانی به ویژه در لس آنجلس و استخدام عده‌ای از روشنفکران و تحصیل کرده ها در پروژه ققنوس، تبلیغات گسترده روزانه رو روی روشنفکران و اپوزیسیون پیاده می کنن و انجام می دن. در ضمنی که مردممونم هدف بمباران روزمره اطلاعات ساختگی قرار دارن. سپاسگزارم. من از شما بسیار ممنونم. شما درباره فرشگر وقتی صحبت میکردین، جالبه که این معنیش یعنی برگشت به گذشته. وقتی صحبت از برگشت به گذشته میکنین، یاد این کلاهای قرمز ترامپ میفتیم که اونها هم همینو میگن، میگن برگردیم به اون گذشته عالی. ولی هر وقت ازشون سوال میکنیم منظور شما از این گذشته کیه و چه زمانیه، زمانی رو نمیتونن تاریخش رو بگن. و راجع به اون پروپاگاندایی هم که درست کردن برای جنگ جهانی اول، فکر کنم ادامهش رو ما داریم میبینیم. همین وایس آف امریکا و اون بی بی سی، اینا خودشون، اینا البته بی بی سی الان دیگه نیست، پروپاگاند به اصطلاح بلندگوی دولت نیست، خصوصیه و از مردم چیز میگیره، ولی وایس آف امریکا هنوزم که هنوزه روی مغز مردم دنیا کار میکنه که به اصطلاح اون چیزایی رو که خودشون مایل هستن، حالا بیشتر به دروغ، اون رو به خوردشون بده یا بهشون بباورانه. آقای خوشنودی از کالیفرنیا میگن که فرشگرد و ققنوس تا حدودی در این جنگ روانی هم موفق بودند، همونجوری که شما گفتید که اینها هم وسایل دارن، هم پول دارن و هم یه سری رو استخدام کردن. ایشون میگه که در جذب شخصیت‌های خرد و ریز سیاسی اپوزیسیون از جمله مجتبی واحدی و بابک هروی و اصلاح طلبان و دانشجویان جنبش تیرما و 88 که از ایران خارج شدند. من نمیدونم شما تا چه حد آقای بابک هروی یا آقای مجتبی واحدی رو میشناسید، ولی من با هر دوی اینها به اصطلاح آشنا هستم. بابک هروی من با عموش سالها اینجا اون دکتر مصطفی هروی بودم و دیدم، مصاحبه داشتم با خود بابک هروی، برنامه داشتم، مصاحبه داشتم، برنامه های ایشون اینجا بود. حتی اون باری که اومد واشنگتن آمد منزل ما و یه برنامه هم اجرا کرد. ولی از دوستمون آقای خوشنودی سوال میکنم، این آقای مجتبی واحدی که یه روزی
چی میگن دور آقای کی بود در ایران، کروبی بوده و بعدم آمده اینجا و مصاحبه با این رادیو با اون تلویزیون، آخرش هم گفت من حالا میام با آقای رضا پهلوی دست میدم. و من ازش پرسیدم خب دست میدی که چه کاری انجام بدن؟ جوابی نداد. و یا آقای بابک هروی که خودش درباره فرشگرد و ققنوس و اینها آمده صحبت کرده که اینها همه یک سری دانشجوهای طرفدار حکومت بودن در ایران، من نمیدونم این کجاش نقطه مثبتی هست برای این دو جنبش. در اصل شما حالا نظرتون چیه که اینها موفق شدن؟ خب موفق شدن چه کسانی رو جذب خودشون کنن و برنامهشون چیه؟ وقتی رضا پهلوی میاد به دروغ میگه اینها برنامه 50 سال آینده رو دارن، هیچ کس ازش نمیپرسه خب برنامه چیه؟ شما چی فکر میکنید آقای لاده؟ ببینین من اصلا در مورد این اشخاصی که شما نامشون رو بردین صحبت نمیکنم، کلی صحبت میکنم. با اون اینه که کسانی که میرن دور رضا پهلوی، کسانی که میرن در این سه تا برنامه همکاری میکنن، شرکت میکنن، پشتیبانی میکنن، یا گمراهن یا به خاطر مطرح بودن و منافع شخصی این کارو میکنن. کسی که برای منافع ملی و جمعی و میهنش میخواد کار کنه و یه دونه قلاب مثل ماهیگیر که میندازه تو دهن ماهی، تو دهنش نیست، این قلاب الان در دهان رضا پهلویه و اون سرش دست نتانیاهو، شیخ محمد و ترامپه. ما تجربه تاریخمون نشون میده که وقتی وابسته هستیم نتیجهش عقب ماندگیه، نتیجهش درماندگیه. بعد اینو بذاریم کنار، ما نیاز داریم به اشخاص و گروه و حکومتی در آینده، دولتی در آینده که مستقل باشه، هدفش منافع جمعی و ملی باشه. نمیتونیم این مسئله رو همینجوری مثل یه دایره، مثل یه دونه مدار بسته بچرخیم. چی بود بهش میگفتن؟ اون اسب عصار یا خر خراط؟ بله، اسب عصاری. ما بعد از اون بیایم بیرون، بعد از این وابستگی و نیاز به قدرت‌های بیگانه خودمونو بکشیم کنار. ما توانایی داریم که میهنمون نجات بدیم. ایران داده‌های بسیار داره و میتونه یک کشور بسیار موفقی رو بسازه، ولی ما باید سهم خودمون رو انجام بدیم. بسیار ممنونم از شما. چون شما قبلا درباره سیل صحبت کردید، آقای اکبری که هم شیرازی هستن هم دوست ما هستن، نوشتن که سال 1990 بعد از 11 سال با ماشین رفتم ایران، وقتی دیدم دره بغل دروازه قرآن را پر کرده و جاده ساختند، به عنوان دانشجوی شهرسازی چنین مصیبتی را پیش بینی می کردم. خب اینم باز همون گفته شما که سوء مدیریت و همون چپاول و به اصطلاح. بله، خب خانم دکتر جیلانی که قرار هست چند دقیقه دیگه مهمان برنامه ما باشن، از شما میپرسن که راه حل شما چیست؟ راه حلی دارید که نشان بدید؟ حتما راه حل مشخص رو میتونم براتون بگم و یه چیز کوتاه هم نوشته بودم که در پایان گفتگو بگم، میتونم یا اونو بخونم براتون یا همینجوری پاسخ بده. خب اگه اون کاور میکنه این سوال رو هم، همونو بخونید. بله، ببینید، در این که رژیم فقاهتی باید براندازی بشه کوچکترین تردیدی نباید داشت، ولی نه به وسیله بیگانگان، نه با جنگ و نابودی ایران، نه به وسیله جاه طلبان گمراه دست نشانده و سرسپرده. هر ایرانی با شرف و میهندوز میخواهد ایران را از چنگال جهل و خرافات رها کند، ولی این وظیفه خودمان و نهایتاً به دست ملت ایران باید انجام بگیره. نیاز به چلبی های ایرانی، رهبران وابسته، قهرمانان ساختگی نداریم. مشخصاً ما معتقدیم، یعنی ما در اندیشکده آگاهی و شناخت که رفتیم
با جبهه جمهوری دوم همکاری میکنیم، بر این باوریم که راه نجات ایران در یک حکومت مردم سالاره و اون حکومت مردم سالار جمهوری دموکراتیک لایق و ایرانیه. چون شما چند بار اسم چلبی را آوردید، چرا اینها در ورشو و در لهستان هم ناموفق بودن، هم نتونستن چلبی پیدا کنن، یا اگه چلبی پیدا کردن چرا ماها ازش خبر نداریم؟ ناموفقیتشون بیشتر در چارچوب رفتار و گفتار آقای ترامپ بود و الان طوری شده که بیشتر کشورهای دنیا واقعا نمیخوان رابطه ای با ترامپ یا آمریکا داشته باشن. یعنی عدم موفقیتش همین حرکات و گفتار بی اساسشه، یک بعدیگری و خودمحوری. ولی اینی که میگین چرا موفق نشدن چلبی بسازن، من فکر کنم هم موفق شدن و همین که ما داریم آثارشو میبینیم، فرشگرد و ققنوس، به ویژه ققنوس از آثار چلبی سازیه. پس به جای یه چلبی هم چند تا چلبی داری. چلبیز داری. من از شما ممنونم. دوستان عزیز، اگر سوالی، پرسشی، نظری درباره صحبت‌های آقای لادن دارید، من در حین برنامه هم ایمیل ایشون رو نوشتم، andishkade@outlook.com، و هم وبسایت ایشون رو andishkade.net. لطف کنید اون هی آخر رو نذارید، برعکس دیگران که دیدم مثلا این شب دوره همی مینیسه شبه دوره همی، خیلی هی میذارن. این دوستان وقتی که دنبال وبسایت میگشتن نبوده امکان اینکه andishkade.net رو بگیرن، و به همین خاطر البته اینجا دیگه نوشته خیلی واضح و معلومه. ضمناً من صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم، الان هم نشون میدم، از طریق فیسبوک هم میتونید با ایشون تماس بگیرید. خانم جیلانی مجددا نوشتن که من با شما موافقم، ولی چگونه رهبران واقعی کجا هستن با این شعار؟ یعنی آقای بنی صدر به علت حکومت مردم سالار. آقای بنی صدر من فکر کنم دیگه ایشون خیلی مسن باشن برای فعالیت سیاسی، و من فکر میکنم که آقای بنی صدر اون چی میگن کاریزمایی که 40 سال پیش داشتن در بین ایران ندارن. نظر شما چیه مخصوصا درباره آقای بنی صدر؟ نخست گفته ایشون که راجب چگونه و اینها، ببینیم باید در یک زمانی ما اون چی دربارش فکر کردیم و برنامه ریختیم بذاریمش به عمل. من فکر میکنم زمان عمل و حرکت الان، یعنی که هم ما در میهنمون در داخل ایران یک بحران فاجعه انگیز داریم، منظورم فقط سیل نیست، منظورم همه چی، یعنی اقتصاد ورشکسته، درماندگی مطلق، از بیرون هم میخوان یا ما رو نابود کنن به وسیله جنگ و زور برای به خاطر اسرائیل و عربستان، و یا اینکه میخوان برامون رهبر سازی کنن. پس بنابراین زمان زمان حرکته. ما باید در درجه اول دنبال کسانی باشیم که آدم هستن، انسان هستن، یعنی به جایی متصل نیستن و فقط به خاطر منافع خودشون نمیخوان حرکت کنن، و در درجه دوم بعد برنامه‌مون یه چیزی باشه بیرون از سلطنت و بیرون از مذهب، و اون به نظر من یک دونه دولت مردم سالاره که از دید ما از جمهوری دموکراتیک ایران. بسیار ممنونم. من برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم، امیدوارم بتونیم در هفته های آینده شما رو داشته باشیم، و دوستان هم اگر مایل باشن تماس بگیرن همون راه ایمیل، فیسبوک و وبسایت شما بهترین هست. از آقای سیروس دولتشاهی هم تشکر میکنم، ویدیوهای شما رو لطف میکنن میفرستن، ولی بعد من با تکنیشن شما تماس میگیرم، چون روی ویدیوها که کلیک میکنیم ما رو به جایی که ببره ویدیوی شما میبره به وبسایت، یه خردکاری یا
یک کمی اصلاحات کمی اگه انجام بدیم کار بهتری رو میتونیم ارائه بدیم. در اصل ممنون و متشکرم که با ما بودید. سپاسگزارم. با امید دیدم. خب دوستان عزیز، پس از آقای لادن میریم به طرف فرانسه، پاریس زیبا، و با خانم دکتر جیلانی صحبتی خواهیم داشت تا ببینیم نظر ایشون درباره جریانات اخیر، سیل و حتی ماجرای فرانسه. به نظر میرسه که این آقای ایمانوئل ماکرون هم خیلی شرایط خوبی نداره. من خانم جیلانی رو اینجا پیدا کنم. مثل که یک ماه قبل بود با ایشون صحبت کردیم. باید این دوستان بیشتر بیان تا ما زودتر پیداشون کنیم. خب پیداشون و سلام خانم جیلانی، من ویدیوی شما رو ندارم، اگه لطف کنید ویدیوتونم یا اگه اشکالی هست میتونم فیسبوکتون رو نشون بدم به جاش. نه اوکی. باید بیاد. بله. نمیدونم چرا. بعضی وقتا اگه دوربینی داشته باشید قطع و وصل کنید از کامپیوتر، بعدن به مشکل میخوره اسکایپ. و درست شد، پیدا شد. خیلی خوشحالم که با شما هستیم و اجازه بدید که من ضمن سلام به شما، ضمن تبریک سال نو، ضمن تسلیت به خاطر ماجراهای یکی پس از دیگری که در ایران پیش میاد، و آخرش هم به شما خوش آمد بگم که با ما هستید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سرتاسر جهان، بگید ببینیم که اوضاع چه خبر هست، نظرات شما چی هست. خیلی از دوستان از من میخوان که از شما بیشتر دعوت کنم، میگن که شما خیلی خوب صحبت میکنید و نظراتتون با اون دوستان، یعنی اونها نظرات مشترکی دارن با شما، و میگم والا این من ستاره های آسمون رو زودتر میتونم پیدا کنم تا خانم جیلانی. خانم جیلانی سال نو مبارک، بفرمایید با شما هست. سپاسگزارم. من تصویری که دارم از خودم فریز شده. شما هم نه. من اجازه بدید من این نمیدونم چیه. نه اینجا الان درسته. دو تا تصویر داشتم. بله بله. خب الانم فکر میکنم زمان افتاده، یعنی من دارم صحبت میکنم و این تصویر مال چند وقت پیشه. شما به اون توجه نکنید، من صداتونو دارم و اینجا صدا و تصویر یکیه. بفرم. چشم. در هر حال من متاسفانه با عید نوروز که دیدین چجوری مواجه شدیم، یعنی با ویرانی و بیتوجهی آقایون و ناامیدی و فقدان آغاز شد، و اینکه ملت ما، گاهی من به خودم میگم شاید این ملت بیچاره بدبخت عادت به این بلایای انسانی و طبیعی داره که همه سرش میاد. در هر حال باران از 26 آغاز شد و از 27 تبدیل به فاجعه شد. در ابتدا در استان گلستان و مازندران آغاز شد و همزمان هم شاهد آب گرفتگی و گسترده شدن طغیان آب و رودخانه ها و رانش زمین و قطع درختان و ریزش سنگ ها و قطع آب و برق و اینکه مسئولین نبودن و عید نوروز رو برای خودشون جشن گرفته بودن. در هر حال قطع شدن آب و برق نوشیدنی و کمبود ماشین هایی که برای این مناطق آب میرسونن، در هر حال من نمیدونم چگونه باید این اندیشه بی توجهی، بی مسئولیتی این نظام رو ما واقعا بتونیم توجیه بکنیم، و اینکه این دولت فقط غافلگیر میشه و اینکه به جای معذرت خواهی و اینکه زودتر به داد مردم برسه از غافلگیری صحبت میکنه. ببخشید ما 40 غافلگیریم. جنگ ایران و عراق غافلگیر کننده بود تا آخرین خبر که زلزله پل ذهاب بود که غافلگیر شدیم، و امروز هم غافلگیر
این باران شد، این که علت اصلیش کمکاری و بدکاری انسانی سپاه 40 ساله و امروز بعد از 40 سال داستان به اینجا رسید که دیگه واقعا طبیعت ما رو جلوی دیوار گذاشته و میخواد ما رو از خواب بیدار بکنه. البته نه ما رو، مسئولین، کسانی که تا به امروز 40 سال این مملکت رو دست توهمات خودشون و امروز هم میبینیم که داستان رو با میلیاردها پول وصل حوزه علمیه میکنند که بگویند آنها برای ما دعا بکنند که بلایا از مملکت ما دور بشه. در هر حال جمهوری اسلامی امروز هم مانند 40 سال پیش هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. خوشبختانه این مردم به داد هم میرسند و اینکه عادت کردن به داد هم رسیدن، همون گونه که سر زلزله کرمانشاه هیچ کاری برای مردم نکردند، این بار هم هیچ کاری برای مردم نکردند، درست برعکس. این بار توانستند حساب‌های سلبریتی‌هایی که می‌توانستند کمکی باشند برای این سیل‌زده‌ها، حتی جلوی این حساب‌ها رو گرفتند و کانالیزه کردند مستقیم پول‌های مردمی و کمک‌های مردمی رو به هلال احمر، که فکر می‌کنم که بخش مهمی از دزدای بین‌المللی باشه و تمام دونیشن‌ها رو اینا نصف می‌کنن، تقسیم می‌کنن، حتی در دونیشن‌های بسیار فقیرانه مردم اینها در میان جاده با ماشین سپاه رد و بدل اموالی که مردم به این سیل‌زده‌ها و به این افرادی که امروز در شیراز و در مازندران و در گلستان گیر کردن رو حتی به اونها رحم نداشتند و آنها رو می‌دزدیدن. در هر حال داستان ادامه داره. دولت دوباره الرت داده به تمام مناطق که تا آخر فروردین ما هر آن ممکنه اتفاقاتی بیفته و امیدوارم بعد از 40 سال خرابکاری الان به این نتیجه رسیده باشند که باید این حوادث رو بیشتر پیشگیری بکنند. برای مثال ما دیدیم که اون پلی، اون جاده راه آهنی که در گلستان زده بودند، یکی از بزرگترین ضررها رو به نه تنها شهر رساند بلکه به کشاورزان، که تمام کشاورزی ها و تمام کشت رفت زیر آب و حال امسال محصول معلومی است چطور بشه. در هر حال این داستان ادامه داره. امروز سعی میکنن الرت بدن، سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن، مردم رو بیدار بکنن. در هر حال تنها کاریه که میکنن و 40 سال خراب کردن. وقتی شما میبینید که بستل سیل رو در جاده دروازه قرآن پر میکنند و پارک میسازند و مناطق توریستیک میسازند و به خصوص در این زمان که نوروزه و مردم مسافرت مثل همیشه شیراز بزرگترین انتخاب تعطیلات نوروزی برای مردم و بیشتر مسافرت به شیراز و اصفهان، و شما میبینید که هم اصفهان امروز در خطره و هم شیراز در خطره و امیدوارم که این خطر، درسته که در میان تمام این خبرهای بعد این خبر میرسه که دریاچه ارومیه 47% پر شده یا گاوخونی پر شده تا حدی، البته نه، اما باید دعا کرد که واقعی باشه، برای اینکه ضمناً این مسئله ساکت نمونده و مردم همان گونه تحقیق دارن میکنن ببینن که چطور ممکنه این باران در مرزهای ایران قطع شده باشه. اگرچه در افغانستان امروز گفتن که سیل حدود 17 نفر رو کشته و یا در عراق خرابی به بار آورده، ولی در هر حال اتفاقی که در ایران افتاده بعد از 60 سال، من فکر میکنم که این اتفاق نمیتونه طبیعی باشه و طبیعت دستگاری شده و صحبت این که ابرها رو اینها بارور کردن، حال بارور کرده باشن، در هر حال این باربری به وسیله شیمیایی خواهد بود، یعنی یک مسئله طبیعی نیست، یک پرووکاسیون نیست، یک زایش، چیزی رو به چیزی اضافه کردن و نتیجهش این سیلیه که امروز
کل ایران رو گرفته و اینکه آقایون میخواهند منحرف بکنن افکار رو به سمت و سوی اینکه بله امروز تمام صدها پر شده و امسال ما کم آبی نخواهیم داشت و کشاورزی شاید پربار باشه، شاید مردم تابستان بهتری داشته باشند، ولی من میترسم درست برعکس، امسال ما درست دوباره به کم آبی بخوریم، دوباره به شما اگر یادتون باشه پارسال مجبور بودن با تانک به مردم آب آشامیدنی رو برسونن و مردم واقعا به خشکی خورده بودن و امسال هم ما دوباره در هر حال اگر این آبها اوریژین شیمیایی داشته باشه و آبها رو بارور کرده باشن، مطمئنن زایدات سرطانی و خطرهای دیگری هم وجود داره، برای اینکه در نقاطی دیده شده که پرندگان بدون هیچ دلیلی مردن، یعنی علتش باران نمیتونسته باشه، مردن و روی زمین افتادن و امروز این مسئله جدی در نظر گرفته شده و میخواهند بدونن که البته کار زیاد سختی نیست، فقط کافیه که آب رو آزمایش بکنن و ببینن ترکیبات آب چی هست و میتونن واقعا موقع بگن که این بارانی که آمد ما میتونیم شاد باشیم برای اینکه صدهای ما پر شده و بعد از سالهای طولانی این چنین بارانی نیامد و این میتونه نعمتی باشه، اگرچه بسیار خسارت به بار آورده، ولی خب در هر حال هنوز تحقیقات به اندازه کافی به نظر من تمام حرفایی که زده میشه حرفای ژورنالیستی که برای مثال من متخصص نیستم ولی دارم دقیقا فقط اخبار رو تکرار میکنم، شنیده ها رو تکرار میکنم و اینکه در هر حال هممون حکومت ایران رو میشناسیم و این حکومت 40 ساله هرگز تو سیستم پیشگیری و آگاه رسانی و مردم رو آگاه کردن نبوده و این نظام همیشه ضد آگاهی بوده و شما میبینید که امروز میخواهند به زور هم که شده حادثه رو یک حادثه طبیعی و تنبیهی و جینی، چون فساد زیاد شده در مملکت، چون بانوان ما حجابشون رو رعایت نمی کنن این اتفاقات افتاده، نه اینطوری نیست، پشت این مسائل مسائل مهم می خوابیده و باید بدونیم که این خریت، این دیوانگی رو اگر واقعا بارور کردن ابرها، چرا در این فصل، در فصلی که در هر حال در ایران همیشه در فصل بهار همیشه باران وجود داره به اندازه کافی و حتی مبدل به سیل هم می شود، اما طبیعی، حال چرا آیا این مسئله از قبل بوده امروز مبدل به یک انفجار شده، جریان چیست؟ در هر حال به نظر من این مسئله کاملا غیر طبیعی میزنه، این باران مسئله منطقه‌ای نیست بلکه کل ایرانه، ما شاهدیم که امروز تهران تا لواسانا تا ورامین سیل رسیده، فاصله زیادی به تهران نمانده، اما پشت سر این باران ها به نظر من که مانند یک دومینو دارن از جایی به جایی دیگه منتقل میشن، پشتش داستان مخوفی باید خوابیده باشه. من از شما بسیار ممنونم. شما به چند نکته اشاره کردید، یکی این آبها مخصوصا پشت صدها گفتید زیاد شدن، که خود همون هم زیاد نگه داشتن آب پشت صدها هم نشون دهنده اینه که عدم مدیریت یا سوء مدیریت هست و اینها اعلام کردن که ما میترسیم به اصطلاح دریچه ها رو باز کنیم بعد با انتقادات مردم روبرو بشیم، نه اینکه تا حالا توی این 40 سال خیلی به حرفای مردم گوش میدادن، حالا این دلیل رو میارن. ولی اون فیلمی که پخش شده بود درباره بارور کردن ابرها بعدن معلوم شد که مال ماه آذر بوده و آذر مهر در صورت اونم میشه آخر، کاری به چیز نداره، به قول شما خیلی بیعقلیه که کسی در ایام بهار بعد از زمستون و بعد از برف و اینها یه همچین کاری انجام داده باشه. در اصل من از شما ممنونم. من در چند روز گذشته فرصتی پیش آمد یکی دو بار با شما صحبت کردم،
شما خیلی متأثر و ناراحت بودید و حتی درباره موضوعاتی مثل اینکه دیگه آدم ول کنه بره ایران و اینا اینجوری صحبت کردید. میخواید چیزی در این مورد به دوستان بگید یا به قول معروف فکر میکنید که وقت اون نرسیده؟ یه مقداری هم از اوضاع پاریس و اروپا برای ما بگید، چون الان میبینیم که انگلستان که اینها با اون ذوق و شو برگزیت رو اعلام کردن که حتی نخست وزیر قبلی یا پرایم مینیستر استعفا داد و رفت، الان به جای رسیده که به بنبست خوردن و این خانم ترسا می میگه که شما اینو امضا کنید من به اصطلاح چیز میکنم استعفا میدم. نظر شما چیه؟ اروپا چرا به این بنبست ها خورده؟ ببینید در هر حال اروپا از زمانی که این اروپای متحد به وجود اومد تمام کشورها دارای یک اقتصاد همگون نبودن، حتی نسبت فرانسه و انگلیس و آلمان همه یک دست نبودند و متفاوت بودند. در نتیجه این کشورها مجبور شدن کشورهای اروپای جدیدی که بعد از ریختن دیوار در برلین و اتحاد جماهیر شوروی از مبادر به مسکو شدن روسیه شدن، در نتیجه این کشورهای فقیری که میپیوستن به اروپای متحد اینها نیاز به کمک‌های الفبای کمک داشتن، یعنی از این کشورها در زمان اتحاد جماهیر شوروی به آنها اصلا رسیدگی نشده بود بلکه بیش از بیش به غارت رفته بود، یعنی اینها حتی نیاز به جاده سازی داشتن. حالا با ساختن یک جاده نمیتونستیم بگیم که این کشورها اصلا وجود دارن، فقط صحبت برای مثال آذربایجانی که من دیدم، یعنی بانوان آذری هنوز مدل 70 سال پیش ایران لباس پوشیده بودن، شلوار و پیراهن و دندونهای طلا داشتن. در نتیجه میخوام بگم که در زمان اتحاد جماهیر شوروی اینها به معنای واقعی کلمه فقیر نگه داشته شد. وقتی که اروپای متحد به وجود آمد و این کشورها جذب اروپای متحد شدن، کشورهای ثروتمند اروپا مجبور شدن اینا رو تغذیه بدن و این تغذیه واقعا برای کشورهای ثروتمند اروپا گران تموم شد، از جمله فرانسه، از جمله آلمان، از جمله انگلیس که خود رو مسئول می دونستن برای حفظ این اروپای متحد که در حقیقت برای قدرت نمایی در مقابل امریکا درست شده بود که امریکا نتواند آنچنان دخالتی در سیستم سیاسی و اقتصادی اروپا بازی کنه. ولی خب امروز ما می بینیم که هنوز امریکا روی این اروپای متحد هم ممیز داره و میتونه مانور بده و در مورد اتفاقاتی که شما صحبت کردین در مورد فرانسه امروز ما به این، البته از ابتدا من گفتم در این شورش های خیابانی جلیق زرد ها خارجی ها دخالت دارن، منظور از خارجی ها افرادی مانند ایران و یا آمریکا که مثل دشمنی شخصی با آقای مکرون داشتن، به علت اینکه آقای مکرون حرفای آقای ترامپ رو 0% پذیرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی در مقابل امریکا ایستاد و گفت ما ارتش اروپایی تشکیل خواهیم داد و اینکه اروپای متحد از بین بره و آمریکا در زمانهای استرایی در پشت کشورهای تک تک کشورهای اروپایی و اینها و اروپای متحد نه تنها نپذیرفتن بلکه تصمیم به بزرگ کردن این اروپا و قدرتمند کردن اقتصادی خال. در این زمان انگلیس تصمیم گرفته که بره بیرون و امضا کرده نخست وزیر کنار رفته، گروه حکومتی جدید خانم ترزامی اومده روی کار و امروز هم خانم ترزامی آنچنان در مقابل دیواره که نمیتونه بگه که اوکی ما در اروپای متحد میمونیم و کنترل میذاریم رو صفر، اگرچه غیر قانونیه، اگر که 25 سال طول خواهد کشید که دوباره انگلیس برگرده، ولی در هر حال در شرایط فعلی غیر ممکنه و نمیتونه خارج بشه، برای اینکه در این زمان اتفاقاتی که افتاده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ پخش و پلو شدن انگلیسی ها در کشورهای دنیا و یا
سرمایه گذاری کردن اروپا، کشورهای دیگر اروپایی در انگلیس و اینکه کشور انگلیس به اروپای متحد بدهکار حدود 20 میلیارد پوند بدهکاره که برای خروج از اروپای متحد باید این قرض رو پاک بکنه و چون اینها نمیتونن و در شرایط بدی و به خصوص از زمان فروش برگزیت اینها اقتصاد انگلیس بسیار تکون خورده، گرانی بسیار زیاد شده، در نتیجه انگلیس ها امروز نمیتونن با اروپای متحد تسویه حساب بکنن و خارج بشن، در نتیجه این مشکل بزرگیه و انگلیس فکر میکرد که امروز از اروپای متحد خارج میشه، دوباره مشتری‌های قدیمی خودش رو پیدا میکنه و مستقل میتونه با اونها قراردادهای اقتصادی ببنده و تا به امروز هم که در اروپای متحد مونده که اون اروپای متحده که مسئول خریدها و تقسیم تمام چیزهایی که خریده شده بین تمام کشورهای اروپایی به نسبت، در نتیجه این رو میخواست مبدل به قراردادهای فردی بکنه که سودش در جیب خودش باشه و امروز نمیتونه پیش بره، نمیتونه پس بره، برای اینکه این انتخابات، این رفراندومی که در انگلیس شد، فراموش نکرده باشین بسیار بسیار فاصله بین کسانی که آری گفته بودن و کسانی که نگفته بودن بسیار بسیار نزدیک بود که من همون لحظه گفتم که اینها غیر ممکنه بتونن بیان، برای اینکه تقریبا بین نه و آری 1% فاصله بود، در نتیجه بین نه و آری نمیتونستیم بگیم که آری برده برای خروج و نمیتونستیم بگیم نه، و این کسانی که نگفته بودند، یعنی نگفته بودند برای خروج، کاملا امروز مشاهده میشه که قدرت گرفتند و کاملا مزاحم کسانی هستند که میخواهند از اروپای متحد خارج بشن. یعنی اکثریت قاطع نبوده، تازه صحبت از این بود که اگر یک بار دیگر رأی گیری کنند این بار مردم دانسته رأی میدن، چون دفعه قبل مثل اینکه وارد نبودن. ولی شما صحبت کردید از اینکه این به اصطلاح کشورهای اروپایی، یه سری کشورهای که جزء شوروی بودن قبلا، اینا خیلی فقیر بودن و اینها که حتی از لحاظ جاده و به اصطلاح چیزهای اولیه هم احتیاج داشتن، ولی ما میبینیم که مثلا یونان هم یه مدت مشکل داشت و حتی میگفتن که آلمان چون سوء استفاده کرده از یونان، یونان رو به اون ورشکستگی رسونده. خود من سفری داشتم اونجا و رفتم دیدم اون دهکده‌ای رو که برای المپیک درست کرده بودن اصلا به یک وضع زاری اونجا افتاده که هیچ استفاده ازش نمی‌کنن. اون کشورهای مثل یونان که نتونستن به قول آمریکایی‌ها سوروایو کنن یا بیان با این وضع، اونا رو شما حاصل چی میدونید؟ در هر حال یونان، ببینید اروپایی ها در جایی سرمایه گذاری کردن که این گارانتی بود که اینها هرگز حکومتشون عوض نخواهد شد و همیشه فاوراب خواهند بود برای حکومت اروپا. در یونان حکومت خیلی عوض میشه، چپ راست چپ راست، یعنی اروپا نمیتونه سرمایه گذاری بکنه روشون که این کشور میتونه برای همیشه کشوری باشه که مانند اروپای سفید به قول معروف احترام به قوانین خواهد گذاشت و قانونمند. اروپا به نظر من، یونان یک کشوریه که از لحاظ فرهنگی بیشتر به شرق نزدیک تا به غرب، همان گونه که شما شاهدین اروپا اجازه نمیده که ترکیه وارد اروپای متحد بشه، همان گونه هم یونان یک حکومت مشکوکیه که هر آن ممکنه به آغوش روسیه یا چپ بیفته و این برای اروپا، برای مثال شما میبینین که در اروپا رومانی بغل دست بلغارستان، بغل دست تمام کشورهای دیگه که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بودند،
هست، ولی اروپا در اونجا سرمایه گذاری نمی کنه، ولی در ورشو در همه جا در اروپایی ها سرمایه گذاری کردن به جز رومانی. چرا سرمایه گذاری نمی کنه؟ برای اینکه این کشورها دارای حکومت های مشکوک هستند و هر آن متغیرن و ممکنه حکومتی که کودتا میکنه و حکومت رو در دست میگیره یک رژیم کاملا مخالف حکومت‌های اروپایی باشه، در نتیجه اروپایی ها کم در این کشورها سرمایه گذاری. بسیار ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم از این به بعد خبرهای خوب بیشتر داشته باشیم و از این به بعد شما رو هم در تلویزیون مردم بیشتر داشته باشیم. خانم طنازی فکر کنم ایشون هم پاریس باشه، نوشتن این اروپای متحد فقط واسه سران که در آسایش و رفاه زندگی میکنن خوبه، وگرنه یک بی اتحادیه واضح و روشن است. این هم نظر ایشون. بله خانم جیلانی، مرسی که با ما بودید، خیلی خوشحال شدم، سال خوبی براتون آرزو میکنم. همچنین برای شما و برای تمام بینندگان شنوندگان شما، امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین و وقتتون بخیر. مرسی، با امید دیدم. دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم و فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم، اجازه بدید یک بار دیگه هم بهتون نشون بدم. اتفاقا دیدم که در فیسبوک ایشون نوشته شده که عزای عمومی روز 12 فروردین در منازل و پارک ها، در به منازل و پارک ها به یاد درگذشت هموطنانمان. ولی بذارید من صفحه فیسبوک ایشون رو هم بهتون نشون بدم، چون ممکنه شما هم مثل من اسم ایشون رو به جای بهیه بنویسید، یک کمی ممکنه مشکل پیدا کنید و به اصطلاح صفحه ایشون رو نتونید پیدا کنید. این هست صفحه شون و اجازه بدید من ریفرش کنم. آها دوستان، این ریفرش رو یاد بگیرید و استفاده کنید. ممکنه بلد باشید ولی مثل من تنبل باشید، ازش استفاده نکنید. یا F5 یا اون علامتی که حالا رو صفحه خودم بهتون نشون میدم، تمام براوزرها یک علامتی دارن مثل یک دایره است، یا نمیدونم چی بهش بگیم، مثل یک پیکانی که دایره است، روی اون که شما کلیک کنید صفحتون رو جدید میکنه و بعضی وقتا این اشکالات توی اینترنت پیش میاد. ببینید من الان مثلا همین صفحه‌ای که با خانم بهیه جیلانی روی فیسبوک هستیم بهتون نشون میدم و این اینترنت اکسپلوره. ببینید از این صفحه بهتون نشون میدم پیداش کنید، یا ببینید هر کدومتون با اون براوزری که استفاده میکنید چه چیزی اون کار ریفرش رو براتون انجام میده. ببینید اینجا، این ببینید یه علامت پیکانی هست، فلشی هست که در جهت عقربه ساعت داره میچرخه سمت چپ براوزر اون بالا. وقتی من این رو کلیک میکنم ببینید برای یه لحظه میره دوباره وصل میشه. دلیلش هم اینه که کامپیوتر برای اینکه همه ما دیگه کم طاقت شدیم میاد صفحات قدیمی رو نگه میداره و بعضی وقتا صفحات قدیمی رو به شما به جای صفحه جدید نشون میده. آقای مصطفی رهبر میگه که در ضمن آقای مانوک نام رئیس جمهور را درست تلفظ میکنن، ترامپ در انگلیسی یعنی لات بی سر پا و سرگردان. اگه توی دیکشنری انگلیسی بزنید معنی باد گرمی میده که بعضن آدم ها از خودشون خارج میکنن. دوستان عزیز اجازه بدید من برای شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد در ایران 2 هفته نیستن، مسافرت رفتن. توی برنامهاشون معمولا میگن که ایام عیدیشون میره به طرف مشهد و اینها، و در زیر صفحه بهیه بود. خیلی ممنون و خوشحالم که دقت میکنی آقای فرخ. من چون متوجه شدم که خانم بهیه مینویسه بهیه، چون من یه خاله ای داشتم که این اسمش بهیه بود و ما تو شیراز اینجوری مینوشتیم. البته میگم زبان فارسی اشکالش اینه که شما ا او رو نمینویسی و چیزی رو که من می‌نویسم بهتون دارم میگم. شما آقای پارسا بناب رو میشناسید اینجا،
خیلی ها میگن بناب، ایشون بارها گفته بابا من مال بناب هستم، اهل بنابم، اصلا یه محلی، ولی همه میگن دکتر پارسا بناب. این اشکال پیش میاد و به خاطر همین توضیح دادم، چون دیدم که من اشتباه نوشتم عوضش کردم، کردمش بهیه جیلانی، ولی توضیح هم دادم. خوشحالم که بینندگان تیزبین باهوش داریم که ما اینجا یک کم پامون رو نمیتونیم چپ و راست بذاریم و فوری اینها سوت میزنن، به ما تیکت میدن. در باره چی میخواستم صحبت کنم، بذارید اینجا گذاشتم براتون بیارم و با هم، آها، ساعت 4 آقای چیز با ما نیستن، آقای حسن ارشاد 2 هفته گفتن که به اصطلاح مرخصی میگیرن و احیانا بعد از 2 هفته با شما خواهند بود. در طی صحبت های خانم دکتر جیلانی یه جایی صحبت شد از پرنده ها که این بارون و اینها، با وجودی که خب اینها هم بالاخره باد باشن، دیدین پرنده ها توی آب اصلا مثل شنا میکنن، حمام میکنن. اینجا حتی یه ظرفایی میفروشن بهش میگن بیرد بعد یه چیزی، یعنی حمام پرنده ها. و اینجا اینو آقا رضا برای ما فرستاده، خیلی ممنون و متشکرم از ایشون، نوشته باران همیشه حادثه‌ای عاشقانه نیست، از ما که سقفمان شده است آسمان بپرس. بله، این هم از این ماجرا. و امروز میخواستم شماره تلفن رو هم بنویسم، نشد دیگه، گفتم که اینترنت ما اول برنامه اشکال داشت و اینها، گفتم خب حالا ما این همه شماره تلفن می نویسیم، دوستان به خودشون زحمت نمیدن حتی پیام بذارن، نظراتشون رو بگن، و یه مقداری هممون تنبل شدیم، آماده خور شدیم، نمیدونم به کجا میرسه. شاید بعضی وقتا این چیزها رو اگه نداشته باشیم قدرش رو بیشتر بدونیم. در هر صورت من یک نوشته‌ای داریم اینجا که نوشتیم، صدای مردم در تلویزیون مردم، اگر بتونم پیداش کنم و دستشو بگیرم و بکشم بیارم اینجا رو صفحه، شماره رو بگو، بابا شماره رو گفته بودی که زودتر بود، 202-695-2573، 202 ایریا کد یا پیش شماره یا کد واشنگتنه و 695-2573. همونجوری که در اول برنامه هم گفتم، ممنون و متشکرم هم از آقای پتیک عزیز از کالیفرنیا، هم از دوستمون، از آقای اسمش رو شاید نخواد بگم، از کانادا، که این دوتا دوست وقتی صحبتهای ما رو شنیدن و اون برنامه که گفتم با آقای مباشری تماس گرفتم، 150 دلار کمک فرستادن و منم مچ کردم. مچ کردم یعنی منم 150 دلار گذاشتم که این رو برای افرادی که در استان فارس هستن فعلا و احتیاج به کمک دارن کمک کنیم. و میگه که گویا گنجشک در آمریکا جمعیتش کنترل میشه و به فراوانی ایران نیست، چون زیادش حالت آفت داره. نمیدونم دقیقاً، ولی میدونم که مثلا اطراف فرودگاه ها، و چقدر هم فرودگاه داریم ما توی آمریکا، دستگاه هایی میذارن که هر از چند وقتی یه صدا مثل یه توپ خالی شلیک میکنه که پرنده ها برن از اونجا، و وقتی از اونجا میرن دیگه اونجا تخم نمیذارن، بچه دار نمیشن، بر نمیگردن، چون خطر بزرگیه برای هواپیماها که موقعی که میخوان بلندشن از زمین و موقعی که میخوان بشینن، اینا میرفتن توی پره های جتشون. حالا اون قدیمی ها ملخی بود پره ها و اینا، مثل که میزد اینو داغون میکرد، ولی الان این پرنده ها اگه برن توی موتور جت بعض وقتا اشکال ایجاد میکنن. خب بذارید من ببینم براتون اینجا دیگه چی گذاشتم نشونتون بدم و یا براتون بخونم و برم. لغو حکم حبس ابد عمو و برادرزاده در آمریکا. وقتی که ما با آقای احمد علی مسعود انصاری صحبت میکنیم، بعضیا میگن آقا این رفته دادگاه به رضا پهلوی باخته. میگم آقا جون، دادگاه های اینجا خیلی هم دادگاه نیست، یه جورایی همون بیدادگاه های آخونده هست، و اینجا اگه پول داشته باشی وکیل خوب بگیری،
دیدید دیگه، آقای اوجی سیمپسون دو نفر رو کشت، بعدم راست راست رفت بیرون، هیچ کارش نتونستن بکنن. همین آقای هنرپیشه جسی اسفاملش الان یادم رفت، این رفته واشنگتن، رفته شیکاگو، خودش برنامه ساخته و دو نفر آمدن بهش حمله کردن، بعدم به دروغ آمده گفته که اینها دو تا سفید پوست بودن، بعد معلوم شده دو تا سیاه پوست مال نیجریه هستن، و خلاصه بعدم $10,000 داده از زندان آمده بیرون، بعدم رفت دنبال کارش. ولی این خبر رو براتون بخونم: لغو حکم حبس ابد عمو و برادرزاده‌ای در آمریکا پس از 42 سال. بعد این پایین ترش هم نوشته نتانیاهو تصاویرش با اوباما را وارد کارزار انتخاباتی خود کرد. حالا ببینید چه دنیایی ساخته ترامپ و نتانیاهو، چقدر کارش خرابه که مجبوره بره عکس‌های اوباما رو که باهاش 100% مخالف بود بیاره، بلکه دست به دامن رئیس جمهوری که امروز در آفیس نیست، در کاخ سفید نیست بشه. یک ایمیل دیگه‌ای دارم که نوشته مردم آمریکا خجالت میکشن که رئیس جمهورشون ترامپ هست، و این موضوع رو من چندین بار چند جا دیدم خوندم. بذارید ببینم چیه. حالا همینجوری که اینا رو براتون بخونم، یه 7-8 دقیقه ما امروز دیر آمدیم، 7-8 دقیقه هم اینجا به اصطلاح وقت شما رو با این خبرها بگذاریم و صرف کنیم. میگه آمریکا، ایالات متحده آمریکا خواستار انجام تحقیقی شفاف درباره حمله اخیر ائتلاف عربی به یمن شد. حالا شما به من بگو، آمریکایی که میگه ما از همه جای دنیا به وسیله این ستلایت ها با خبر هستیم، چجوری آگاه نیست در یمن کی میزنه، کی حمله میکنه و الی آخر. و اما اینم اونجا براتون گفتم قبلا که این نمایندگان مجلس، حالا حتی رئیس به اصطلاح اکثریت که خانم نانسی پلوسی هست، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که من افتخار میکنم که در کنار آمریکایی‌های ایرانی تبار بودم. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حاشیه یک جشن نوروزی در گفتگو با صدای آمریکا، ضمن تقدیر از تلاش‌های آمریکاییان ایرانی تبار، نوروز را به مردم ایران تبریک گفت و افزود پیامی توأم با تبریک و عشق برای مردم ایران می‌فرستم. ایشون گفت که من افتخار می‌کنم که در کنار آمریکایی ایران تبار بودم، به خصوص آنهایی که در کالیفرنیا زندگی میکنن. چرا به خصوص؟ برای که ایشون نماینده است از کالیفرنیا و همیشه باید حواسش باشه به اونایی که بعدن میخوان دوباره رأی بدن. و اما این نمیدونم این خبر جدیده یا قدیمیه، نوشته که One News Box درباره عملیات، بعضی هم میگن مرساد، و ولی درستش وقتی به انگلیسی می‌نویسه مرساد هست. میدونید که از اون بر اسمش فروغ جاویدان بوده توسط مجاهدین، که الان اونایی که جدا شدن میگن دروغ جاویدان. بعد از طرف ایران اسمش مرساد بوده. اینجا نوشته عملیات مرساد یا عملیات فروغ جاویدان نام نبردی است که توسط سازمان مجاهدین خلق تریزی شد و میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق در اواخر جنگ ایران و عراق، بعد از جنگ ایران و عراق، بعد از اینکه ایران و عراق قرارداد صلح نوشتن، هیچ برنامه ریزی هم توسط سازمان مجاهدین نشد. فرمانده و رهبر نادان اینها به دستور بابای خودش صدام حسین حمله، واقعا نامردانه بگیم که به خانم ها توهین میشه، غیر انسانی کرد بعد از جنگ به ایران، اونم به مردم ایران، که بعدم خودشون، حالا عکس‌ها رو ببینید چجوری در اون دره‌های مختلف، در جاده‌های مختلف، اولا شما نگاه کنید این خانم های مجاهدین چجوری دارن توپ رو به اصطلاح لود میکنن، یا این واقعا توپ، به خاطر این میگن که یک گلولش مثل شکل توپه، میکنن تو دهانه توپ، از اون ورم مواد میزنن و شلیک و بعد کجا بیفته چند نفر رو بکشه میمانند. ولی این خانم ها هستن
که الان همشون ریش و سیبیل و نمیدونم بیچاره ها این همه عمرشون رو تلف کردن در عراق و اینم وضع این. ما 2 سال میرفتیم سربازی، هر روز روز شماره میکردیم بیایم بیرون. اینها 30 سال در اون گرما، حالا در سرمای آلبانی خودشون رو علاف کردن و هیچ نتیجه ای هم نداشته تا امروز. اینم ارتشی که خانم مریم رجوی بعدن میخواد بده. یه سریشون چادر قرمز دارن، روسری قرمز دارن، یه سریشون بله میگه مرساد اسم یک تنگه است. خیلی ممنون آقای اکبری. و اینم دستگاه شنودشون که انقدر شنودید و چه کردید، به کجا رسیدید؟ هیچ جا. و عکس بعدی اجازه بدین اینه، خانم ها روی توپ تانک. و اون فیلم هم دیدید حتما که خانم رجوی هم هی آتش فریاد میزد، حمله آتش، حمله آتش. فکر کرد 8 ساعت دیگه میرسه اونجا و اینجا هم در حال رقصیدن و اینها. و میبینید مردا جدا، لابد خانم ها یه طرف دیگه، و حاصل این رقصیدن و اینها این شد. ببینید چجوری کامیونا و ماشینا و یه مش ماشین قرازه، یه مش کامیون قرازه ارتش عراق رو داده بودن به اینها. اینا هم دلشون خوش بود، ورداشته بودن. این فکر کنم عکس سرهنگ صیاد شیرازی باشه. بله دلشون خوش بود، ورداشته بودن با اسپری، نوشته بودن ارتش آزادی بخش. و ببینید اینا تو همون تنگه هایی هست که لابد همون تنگه مرساد هست که آقای اکبری میگه. و بعد این عکس های ارتش ایرانه، احتمالا ارتش با سپاه بوده اون موقع. و اینه ببینید ارتش آزادی خواه ایران، یه مش ماشین قرازه های مال صدام از رد خارج شده. اینا هم فکر کردن حالا میان میرن. به نگاه کنید شما، این ماشینه رو معمولا قاچاقچی های زاهدان استفاده میکردن. نگاه کنید این ماشین ارتشیه، این ماشین لاستیک ارتشیه. اون وقت این چه ارتشیه که روی درش عکس مسعود رجوی و مریم رجوی؟ خب ملت اگه الان شکایت کنن که آقا چرا عکس خمینی و خامنه ای هست، فردا اینا میخوان بیان. این عکس رفت اون اومد، شیرازی ها میگن گو رفت سنده به جاش. ارتش آزادی بخش ملی ایران چه ارتشی هم بود. بفرمایید از ارتشتون دیدن کن. بفرمایید نگاه کن این ماشین اصلا بنزای خاور بود، چی بود اینو ارتش آزادی. و ببینید اصلا با اسپری ورچتن، اسپری کردن بیچاره ها دل خودشون خوش کردن. این ماشینا من یادمه اینا تو ایران 2 کیلومتر میرفتی جوش می آورد، اصلا در و دیوار و جلو و همه رو باید باز میکردی. موتورش هم بغل دست راننده بیچاره بود، انگار که گذاشته بودنش روی گریل. نگاه کنی فقط درست، حالا این زدن منفجرش کردن با توپی با چیزی، ولی این قبلش هم من فکر نمیکنم ماشین درست حسابی بوده. بله اینم یه تانک با این لاستیکای معمولی که میبینید اصلا لاستیکاش پنچر شده و زده، بازی هم علامت مجاهدین روشه. اینایی بوده که هی ارتششو نگه میداشته اونجا، هی برو نمیدونم نگهداری کن، تمیز کن، نظافت کن از یک مشت آشغال با وامونده چیز. امروز اون دو کاکو صدام میخواست از دستشون راحت بشه. میگه صدام حسین بعد از اینکه با ایران قرارداد آتش بس نوشت، میخواسته از دست اینا راحت بشه، اینا رو فرستاده سینه گلوله. و جالبه خود مجاهدین هم همین کار رو انجام داده برای اونایی که ازش میخواستن جدا بشن، خودشون میفرستادنشون به طرف ایران. بعضی هاشون میگن از پشت به شلیک میکرده، ما نبودیم نمیدونیم، ولی توی صحبت های بچه ها هست. بله میگن که آقای زمانیان که فکر کنم خودشون هم جز مجاهدین بودن، میگن تنگه فکر کنم 4 ریز بود، 4 زبر بود، نه مرساد. در اصل اینم از این. و امروز یه دوستی میگفت که یه فیلمی برای من فرستاده بود، اگه بتونم بهتون نشون میدم. گویا در لبنان تنه به معیارهای درونی، نه این نیست، رئیس شهرداری بخشی در لبنان خواست. خب اگه رئیس شهرداری دیگه بخشی نیست، چون ما داریم بخش، شهر، شهردار فلان، نه همین که بگیم رئیس شهرداری درست داره، چون اگر رئیس بخشی باشه میشه بخشدار.
رئیس شهرداری در لبنان خواست با خانمی روابط نامشروع برقرار کند. زن به شوهرش گفت. مرد شوهر از زن خواست که با رئیس شهرداری رو با نیرنگ به خانه بیاورد. مرد با او چنین رفتاری کرد. حالا این رفتار رو من بهتون نشون میدم، ببینیم نظر شما چیه. شما چنین رفتاری رو به اصطلاح مورد قبولتون هست، تایید میکنید، یا مثل من دربارش صحبت دارید؟ اینو با هم ببینیم. ببخشید دیگه، حالا اگر این چیزی که روی اینترنت هست ما هم نشون میدیم. این آقا رو آورده و دست پاش بسته، بعد حالا وایساده روش ادرار میکنه و ازش هم فیلم میگیره و خب حالا دیگه از آموندت رو نمیخواد نشون بده. بله، من برای این دوستم نوشتم که خب به نظر من این کار هم درست نیست. اولا اون خانمه باید به اون میگم نه، میرم دنبال کار زندگیش. اگه مزاحمش میشد باید با پلیس، با شوهرش میرم به پلیس مراجعه میکرد. این دوستمون نوشت که اشکال شما اینه که شما با قانون جایی که هستی و زندگی میکنی داری اینا رو به اصطلاح مطابقت میدی، تطبیق میکنی. اونجا اینجوری نیست، اونجا در لبنان مثل همون ملوک و طوایفیه و اگر یه همچین چیزی شده باشه وقتی بره شکایت کنه به جایی که پلیس بره اونو بگیره، پلیس به شهردار خبر میده، پدر این خانواده رو در میارن. گفتم خب اگه اونجوری باشه که الان که این فیلم هست که این آقا رو میندازن زندان، حالا دیگه روزی که بیرون بوده مردم دنبالش بودن، حالا که رفت زندان احتمالاً دیگه هیچی، همه میگن چه خوب شد شوهر رفت زندان. بریم مثلا ماجرای مریم رجبی، شوهر غیب شده، آقای ابریشمچی دوباره اومده. من میدونم حالا زمانیان دوباره میگیره میخنده. من توی عمرم یک روز هم مجاهد نبودم، لعنت بر اینها. ببخشید، پس من همین به خاطر همین گفتم، چون میبینم اطلاعات شما خیلی زیاده، چون اطلاعاتتون زیاده گفتم شاد بودین. من عذر میخوام از شما، چون واقعا توهین بزرگیه که به یه نفر بگیم مجاهد بودیم. البته توهین نبود، این احمق انقدر خراب کرد سازمان مجاهدین رو از عرش به فرش رسون و خودش هم حالا رفته زیر فرش قایم شده. و ببینیم پتیک برامون چی فرستاده. میگه کاکو این هم الان به اونها بگو برو کار میکن، مگو چیز کار. آره عکس ها رو برای من میفرسه که چجوری خودش یک تنه زحمت میکشه. مثلا اینجا الان عکس یک تردمیلی رو که همین بار کردن این روی کامیون، اصلا موف کردنش، تردمیل میدونی این چیزا دستگاهی هست که میرن روش را میرن. تو خونتون وایسادید این، و دیروز مثلا یه جایی دیگه دیدم آجرها رو کنده، بعد رفته شن و مالچ و این چیزا خریده که بریز اونجا. میگه که یک نفر از این را پول میساخت. از کدوم را عزیزم؟ من متوجه نیستم. آها، چاکرم، فدات بشم سربی عزیز. آقا خیلی ممنون، فدای این اون نشید، این قربانت برم و اینها رو بریزید کنار. من تازه میگم مخلصم چیز خوبیه، چاکرم رو نمیدونم چیه. چاکرم یعنی نوکرم، چرا بی خود نوکر این اون بشین؟ مخلصم فکر میکنم این باشه که یعنی من با شما صادقم. اینجا فکر کنم همون سینسیرلی میشه مخلصم، فکر کنم بد نباشه. در اصل تعارف ها رو دور بریزیم زندگی بهتری خواهیم داشت. بله، میگه که یادم رفت خبرت کنم. این درباره اون فیلم پیشنهاد یا پرسش، اونو پخش کردیم. این گوگل پیام رو هم گفتیم و خوندیم. و آقای سوربی سلام. آها، اون دوستمون بود که قرار بود بیاد و نشد امروز. فکر کنم دیگه بستتون باشه، ولی بهتون بگم. ببینید، میگه که فلان ربای که ما خاخام بهشون میگیم، چی میگیم؟ ملای جودا، ملای کلیمیا، حتی اینا در نشست های ایپک نمیرن، ولی متاسفانه ایرانیانی هست که میرن اونجا، خیلی هم قربون و صدقه این چیزا میکنن که بلکه بیا به ایران حمله کن و نمیدونن
حالا این اگر اقلا گوشتتون میخوره و استخونتون دور نمیریزه، ولی اونا گوشتتون میخورن استخونتون دور میریزن، هر کاری هم نباید به سرتون میارن. میگه اینها را خیابون، میگه اینها رو اینجا میذارن کنار خیابون، هیچ کس نی مجانی برد. مخلص باید از خالص بیاد، واژه‌ای عربی است. مهم نیست که واژه‌ای عربی است. من فکر نمی‌کنم شما اگه به یک عربی بگی یا اخی مخلصم بفهمه یعنی چی. اینا رو بریزید دور، ولی درست میگید مخلص، اخلاص، خالص. به نظر من این میاد که آقا من با شما صادقم با شما. و یک صحبتی هم بود، یکی گفته بود که من میخوام عربی ننویسم، از اولی که نوشته بود تا آخر همه کلماش عربی بود. بمانه به نقش بازنش در ایران این کارو میکرد. میگن ربای اینجا میگن ربای که همون آخوند یهودی ها هستن، ولی خاخام به چیا میگفتیم. خیلی جالبه ها، اینایی که همش میان به ملت میگن که ما با خدا هستیم، جامعه بی طبقه توحیدی. شما تو همین مسیحی ها ببین چند درجه دارن، یکیش پدر روحانیه، یکیش اسقف اعظمه، یکیش نمیدونم شبانه، یکیش چوپانه، یکیش اینجا پریست داره، نمیدونم فادر داره، صد تا چیز مختلف دارن. خودشون تمام این طبقه بندی ها رو گذاشتن تقریبا مثل یه ارتش، بعد به مردم میگن ما همه در برابر خدا یکسانیم. دروغ محض. آخوندهای کلیمی هم همینن، آخوندهای مسلمان هم که دیگه ما میدونیم یکیش حجت الاسلامه، یکیش کفت الاسلامه، یکیش آیت آیت الله و این. بله میگن خاخام همون فارسی اینا هست. من ممنونم از دوستانی که با ما بودن. از خانم دکتر جیلانی عزیز تشکر میکنم، از آقای امیر حسین لادن ممنون و متشکرم. فیسبوک این دوستان همون اسمشون رو که بنویسید باهاشون در تماس میشید. و از یکایک شما که با ما بودید تشکر میکنم. امیدوارم در سال 1398 که 7-8 روز بیشتر ازش نگذشته تصمیم بگیرید که حمایت کنید. و حمایت کردن از تلویزیون مردم بسیار ساده است. مردمتیوی.com دو تا این برابرش نوشته حمایت و دونیت روی اینها که کلیک کنید، بدون اینکه با پیپل حساب داشته باشید میتونید به اصطلاح حمایت کنید. و سعی کنید ماهیانه که ما بدونیم آقا این 10 دلار میده، این 20 دلار میده، اون 30 دلار میشه، اینو میذاریم برای اینترنت، اون یکی رو میذاریم برای آب، اون یکی رو میذاریم برای برق و الی آخر. و ما هم دستمون باز باشه که اگر پتیک لطف میکنه تا میگیم کفش برای بچه ها 50 دلار میفرسه، خودمان 50 دلار بفرستیم، تا میگیم نمیدونم سیل زده ها 50 دلار میفرسه ما هم 50 دلار بفرستیم، تا اون یکی از کانادا 100 دلار میفرسه ما هم 100 دلار بفرستیم و بذارید این پول بچرخه. شما فکر کنید این همه پول در آوردید گذاشتید اونجا چه فایده ای داره، ولی وقتی بچرخه این خوشحال بشه کارش راه بیفته، اونم میره پولا رو خرج میکنه، اون خوشحال بشه کارش راه بیفته، این پول در جریان که میشه اقتصاد به اصطلاح پویا میشه، ایستا نمیشه. اقتصاد، زبان، زندگی همه باید پویا باشن. اینایی که میگه ما میخوایم شما رو فرش گرد، عقب گرد ببریم عقب، خودش داره میگه من میخوام شما رو به عقب ببرم. همه دنیا با سرعت دارن تلاش میکنن به جلو برن، این احمقا میخوان من و شما رو به عقب ببرن. ترامپ نمیگه من میخوام فردای بهتر برای شما بسازم، میگه من میخوام ببرم شما رو به دیروز خوب آمریکا. میگیم کدوم دیروز؟ دیروز بود، پریروز بود، پس پریروز بود؟ نداره، نه بلده که بگه نه چیزی. مشکل دنیا اینه که امروز اختیار دست یه سری آدم نادان، شالاتان، ولی اینا چون پول دارن، قدرت دارن، میتونن مردم رو گول بزنن و فریب بدن. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و بک‌گراند بگمانم یک تابلو نقاشی بود، خوشگل بود. بک‌گراند ما رو میگید یا بک‌گراند نمیدونم، آها بک‌گراند خانم جیلانی رو میگی. ایشون سعی میکنه نقاشی ها و چیزهای تاریخی رو بذاره، مثل مینیاتور رو بذاره، ولی این استودیوی چند میلیون دلاریه. میخوای خودم رو قیب کنم شما فقط این استودیو رو ببینید؟ این استودیوه،
با لامپ نئون و صفحه و اینها درست کردن، ما میایم اینجا میشینیم. اونایی که بلدن مثل خوشنودی اینا میدونن که هر عکسی رو شما میتونی بذاری این پشت. اونایی که نادانن میگن دیدی آقا چه استدیویی براش ساخته؟ بازم شما بگو این مأمور جمهوری اسلامی نیست. انقدر گفتن که دیگه اصلا طرف عین خیالش هم نیست، میگه خب حالا من هستم، شما برو اقلا اقدام کن ببینم چه کار میکنی. دوستان عزیز، نه پشت شما بود، پشت ما که همین بود، تابلو نقاشی نیست، اینا هم استدیوهای تلویزیونی هستن که ازشون عکس گرفته شده و ما اینجا نشون میدیم. میخوام یه چند تا دیگه هم بهتون نشون بدم، بذارید ببینم دارم اینجا. اینم یک کیشه مثلا، نیومد این یکی، این یک کیشه. بعضیاش میاد بعضیاش نمیاد چون فرمتشون فرق میکنه. مثلا این سنگا یه نفر یه عکسی گرفته، ما خوشمون اومد این عکس نگه داشتیم. یه دوستی داشتیم به نام آقای یوری، این گاهی وقتی میرفت واشنگتن عکس میگرفت، ما عکس ها رو میسیم. این مال نوروزتان پیروز، مال ایام عید بوده و ما اینجا هر چیزی رو که اینجا داریم میتونیم بذاریم این پشت. مثلا براتون میذارم براو، بیا من بیام این و میشه براو، یا براتون میذارم این صدای مردم از تلویزیون مردم. اینا رو هیچ کدوم دیگه از اونا جرئت نمیکنن به شما یاد بدن چون میترسن. ما اینجا ترسی نداریم. به دوستان بارها گفته بودم اگه میخوای وبسایت را بندازی، اگه میخوای فیسبوک را بندازی کمکت میکنم. دیدید این خانم حوریه که اومده برنامه تلویزیونی داره، برنامه میذاره، ولی ما وحشت نداریم. میگیم لینکت هم بذار تا مردم بیان با شما صحبت کنن. خب پس با گفتن براوو به شما از شما خداحافظی میکنیم، با نشون دادن این شماره تلفن هم از شما دعوت میکنیم تماس بگیرید و حمایت کنید. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید و به فکر دیگران هم باشید. مرسی که با ما بودید.